دوستان عزیز، امیدوارم تا این لحظه رو هر جای دنیا که هستید به خوبی و بودید، به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و دقایقی رو که بنده امروز در خدمت شما هستم با هم اوقات بهتری داشته باشید. امروز جمعه 20 ماه فوریه 2009 برابر با 2 اسفند ماه 1387 و کم کمک به آخر زمستان داریم نزدیک میشیم و بهار در راه است. اجازه بدید بنده صدا و سیما رو کنترل کنم و ببینم اوضاع و احوال کجا هست و در چه وضع هست. بعد بله، ببینید که این هم از تأخیر زمان صحبت میکنه که چند ثانیه‌ای گاهی اوقات تا دقایقی ما تأخیر داریم و اگر شما دوستان تماس میگیرید از لحاظ تلفنی میبینید که بنده ممکنه با خودم دارم حرف میزنم یا با یکی دیگه دارم حرف میزنم، برای اینه که ما تأخیر داریم یا به قول آمریکایی‌ها دیلی. وقتی میگیم به قول آمریکایی‌ها این کلمه ها رو میگیم، بعضی از دوستان شکایت میکنن که آقا شما چند سال رفتین آمریکا، اینقدر هی کلمه های فارسی و آمریکایی مغلطه میکنین و میگین و یعنی چه؟ باور کنید بعضی وقتا راحت تره و زودتر اون کلمه به زبون و به مغزمون میرسه، و ولی اون دوستی که گفت درست میگه، و اگه آدم بتونه کاملا فارسی صحبت کنه یا کاملا انگلیسی صحبت کنه که دیگه چه بهتر. بله، صدا هست، سیما هست، شما هستید، بنده هم اینجا در خدمت شما. اجازه بدید توضیح بدم این ساعتی رو که پشت سر بنده میبینید، این ساعتی است که معمولا اینجا توی دفتر بنده است و به دلیل اینکه دوستان بعضی وقتا زنگ میزنن همی پرسن که آقا این برنامه زنده است یا مرده است یا نیمه جانه، تصمیم گرفتم که این ساعت رو بیارم بذارم اینجا، ولی فکر نمی کنم مشکلی رو حل کنه. اول اون دایره بالا بالاییش کوچیک نوشته نیویورک، دیدم پیدا نیست، بزرگتر برداشتم با خط خودم که بدم هست نوشتم واشنگتن دی سی، بازم فکر کنم پیدا نباشه توی تلویزیون یا کامپیوترهای شما. ولی اصل ماجرا اینه که ما اگر زنده باشیم و شما زنگ بزنید، خب شما میایید رو خط با هم صحبت میکنید، اگه نه میره روی پیامگیر و شما میتونید پیغام بگذارید، ما پیغام شما رو بعد توی برنامه استفاده میکنیم. یعنی در هر صورت به قول شما زحمت شما، اجر شما بیهوده نبوده و دیگران میتونن از اون صحبتی که دارید یا فکری که دارید یا عقیده‌ای که دارید یا نظری که دارید بهره مند بشن. اینم از این ماجرای ساعت به این بزرگی که بنده گذاشتم اینجا. و مسئله دیگه ای که هست اینه که ما حقیقتش خسته شدیم از اینکه هی به دوستان بگیم که اگه میخواین امکانات برنامه ما، کیفیت برنامه ما بهتر بشه، لطفاً کمک کنید، و دوستان به جای اینکه کمک کنن هی بردارن برای ما بنویسن این کارو انجام بده، اون کارو انجام بده. توقع CNN و فاکس نیوز رو نمیدونم کانالای خارجی رو از ما دارن، ولی قربونش برم خب ما آگهی که میبینید 2-3 داریم، از اون برم وقتم که هیچ کس فعلا نیست، همه یا تعطیلات زمستانی هستن یا این ماجرای اقتصادی ترسوندتشون، ولی همه انتظار دارن، همه ماشاءالله نظرها بالا، یعنی هیچ کس به غیر از جگوار و بنتلی و مرسدس بنت توقع جیان و رنو و نمیدونم این ماشینای کوچیک موچیکو از ما نداره. همه میخوان ماشین خوب باشه، آروم باشه، بی صدا باشه، هر وقت میخوان آماده باشه، ولی نه قسط بدن، نه پول بیمه بدن، نه پول راننده بدن. و خب دیگه هنر نزد ایرانیان است و بس. امروز چون جمعه هست توی آمریکا رسم جمعه ها رو این شرکت ها که میگن مثلا شما باید حتما کت شلوار بپوشین بیاین سر کار، اینها روز جمعه ها رو بهش میگن casual friday. حالا من نمیدونم اگه بخوایم فارسی حرف بزنیم، ما اصلا فرایدی نداشتیم سر کار که بریم کژوالش چی، یا ما کژوال و غیر کژوال نبودیم، هر کی هر چی داشت میپوشید. چون من یادم نمیاد مثلا ما اینقدر کت شلوار داشتیم، اینقدر پیرن داشتیم، و اصلا جوک بود. طرف میگفت که چرا دیروز نیومدی مدرسه؟ گو آقا ما از در خونه معلممون رد شدیم، دیدیم شلوارشون رو شستن روی بنده، گفتیم خب حتما ایشون نمیتونه بیاد مدرسه، ما هم دور زدیم رفتیم خونه. یعنی ملت یه شلوار داشتن،
این آخر هفته میشستن، اتو میزدن، دوباره میمدن سر کار. حالا این ماجرای کژوال فرایدی رو خیلی چیزای غیر رسمی، خیلی معمولی و اینا رو میگنش کژوال، راحت بودن. و مثلا شما یه دعوتنامه که براتون میاد مینویسه اینجا بلک تای هست، یعنی کت شلوار باید بپوشی اینا. بعضی ها مینویسن تاکسیدو، تاکسیدو هم کتای بلند هست و اینها. بعضی ها مینویسه مثلا لباس شب باید بپوشین اینها. بعضی وقتا مینویسه کژوال. اون موقع که کژواله یعنی شما میتونید با شلوار لی و اینا هم بری، تابستون باشه میتونی با شورت و صندل دمپایی و اینها بری. یادتونه صندلای اوتافوکو، ما اصلا نمی‌فهمیدیم صندل یعنی چی. در هر صورت امروز کژوال فرایدی هست، ولی بنده چون قبلش یه جای کار میکردم همینجوری اومدم خدمتتون. و من در صحبتی که با یکی از دوستان داشتم میخواستم امروز چون کژوال فرایدی هست، روزای کژوال فرایدی رو برنامه ما هم که هر روزش کژواله، امروز دیگه کژوالترش کنیم. هر روز غیر رسمیه، امروز دیگه غیر رسمیش کنیم. این دوست عزیز میگه که آقا شما چرا فوش نمیدی به جمهوری اسلامی؟ گفتم خب به من نشون بده اونایی که فوش دادن به کجا رسیدن تا منم فوش بدم. بعدم شما بیا برنامه بگی فوش بده. گفت آخه میدونی این شما چون فوش نمیدی میگن این تلویزیون جمهوری اسلامیه. میگم آقا من به تو دارم میگم بیا توی تلویزیون جمهوری اسلامی ساعتی $10 بده فوش بده به جمهوری اسلامی. واقعا میگم فوش خار مادر، فوش زن و بچه، هر چی دلت میخواد. مثل تلویزیون های دیگه که داریم ماشاءالله دیگه الان ببخشید پس و پیش همه روی آنتنه. اون وقتا میگو اگه بده کار باشی مثلا بدهیتو ندی، نمیدونم مثلا میزنم شورتتو میزنن روی چوب سر کوچه، آبروتو میبرن فلان بیسا. الان پس و پیش ایرانی ها روی آنتنای تلویزیون ایرانی، از ما میخوان همین کار رو بکنن. من میپرسم آقا خب به کجا میخوایم برسیم؟ میگه حالا معلوم نیست که به کجا میرسیم، ولی اونای دیگه میکنه. خب اونا کردن منم بکنم، چشم. بنیم دوستان، تلویزیون مردم با ساعتی $10 برنامه های ویدیویی شما رو پخش میکنه، با ساعتی $25 برنامه های زنده اگه شما بخواین اجرا کنین براتون پخش میکنه، آگهی ها رو با کمترین قیمت براتون پخش میکنه. حالا دیگه من نمیدونم به چه زبونی بیام اینو بگم، والا زبون من قاصر، نمیدونم. اجازه بدید که من یک ایمیلی برام اومده بود در رابطه با یک جوونی که من افتخار آشنایی با خانوادش رو دارم و خودش رو هم دیدم. اتفاقا یه شب خونه این دوستان بودیم و این از مسابقه فوتبال اومده بود و اینها، آقایی به نام کیا صدقی که این تابستون گذشته بلند شده رفته از اینجا اوگاندا و 3 چمدون پر از توپهای فوتبال برداشته برده برای بچه های اونجا که بازی کنن. اسم این مسافرت و اسم این اسهی که نوشته، اسه فکر کنم هم به ایرانی میگه انشا، انشایی که نوشته دربارش و عکسش اینا هست که دوستان برای من فرستادن و من روی iranian.com دیدمش. شما اگر iranian.com رو برید سر بزنید و قسمت جستجو بزنید کیا صدقی، یا بزنید balls of love یعنی توپهای عشق، بال توپ، balls میشه توپها، love هم که قربونش برم دیگه همه این love هستیم. ما از همین ما عاشق و مجنون و لیلی و دیوانه هست. این جوان بلند شده رفته اونجا و من اگر فرصتی پیش بیاد یا فیلم ویدیویی باشه با ایشون یک اینترویو، یک مصاحبه کوتاهی داشته باشم تا تشویقی بشه برای جوانهای دیگه. من شخصا براش نوشتم که کیای عزیز، ما ایرانیای مثل تو بیشتر احتیاج داریم و این کار خوبی رو که انجام دادی باز هم انجام بده. البته جای قدردانی و تشکر داره. امیدوارم شما این ساعت هم بتونید ببینید توی تلویزیون ساعت 2:09 یا 2:10 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی به وقت شرق آمریکاست و امروز هم جمعه 20 فوریه است. این تلفنی رو که جلو بنده میبینید شما هر وقت بخواید میتونید زنگ بزنید. اگر برنامه زنده بود و بنده به موقع رسیدم جواب بدم میگم سوربی هستم تلویزیون مردم بفرمایید، شما هم دیگه هی الو چلو دلو اینا نکنید، شما هم حرفتون رو بزنید و بریم.
و هی نگید منم نیستم، اون فلانیه، من نیستم. بهت بگم آقا یه دقیقه وایسا، صدات که اومد حرف بزن. اصلا خنده‌دار شده دوستان. شما تلویزیونای ایرانی رو نگاه کنید، بعد ببینم روتون میاد بگید هنر نزد ایرانیان است و بس. من الان که دارم با شما صحبت میکنم این ساعت اینجوری، من دارم خجالت میکشم. اون بالاش یه کاغذ چسبوندم، دارم خجالت میکشم. ولی آیا خجالت کشیدن من مشکلا رو حل میکنه؟ نه. باید 4 نفر آسیم بالا بزنیم و بیایم یه کاری بکنیم. کارسون امروز من یه تلفنی داشتم از آقای محمد تقی مصلحی، که اگه یادتون باشه من چند مدت پیش گفتم با یک دوستی صحبت کردم و از طریق اون دوست با یکی دیگه آشنا شدم، که سالهای متمادی یعنی حدود 20-30 سال هست که ایشون از کالیفرنیا و اینجا دست اندر کار کارهای مدیا و رادیو تلویزیون بوده و آخرش هم به وایس آف امریکا، و بعد گویا مشکل و مسئله براشون پیش اومده و کارشون به شکایت و شکایت کشی و ایشون میگه که من یکی از دلایلی هستم که اون کنگره آمریکا به اصطلاح بازرسی کرد و رفت تجسس کرد در باره وایس آف امریکا، صدای آمریکا، و منجر شد به اینکه خانم گنجی رو از اونجا اخراج کنن و نظام اونجا، سیستم اونجا رو به اصطلاح یک لیف و صابونی بزنن و دستن در کار باشین. این دوست عزیز من توی برنامه‌های بعدی گفته بودم، ولی گویا چون ایشون نگاه نمی‌کنه، وقت نداره، متوجه نشده بود و از من گله می‌کرد که آقا چی شد، شما 2 ماه پیش با من صحبت کردی و 2-3 بارم به طعنه و شوخی گفت که شما میگی کارمون خیلی خرابه ولی کار از بیخ و بن خرابه. گفتیم بله. از ایشون عذرخواهی کردم، گفتم من توی برنامه‌ها گفتم که قرار بود به کمک دوستان جایی رو پیدا کنیم، هم از شما استفاده کنیم، هم از تیمسار آریان پور، هم از آقای کشاورزنیا، هم دوستان دیگه، ولی متاسفانه همکاری نمی‌کنن و من از این بابت از شما عذر می‌خوام. ایشون حرف خیلی قشنگی زد، گفت از من چرا عذر می‌خوام؟ شما باید از بینندگانتون که بهشون قول دادین و عمل نکردین عذرخواهی کنین. ببینید آقا خیلی قشنگ گفتی، آقای محمد تقی مصلحی، برید توی گوگل بزنید محمد تقی مصلحی، ایمیلشون هم هست M مثل مری، T مثل تام، مصلحی هم که همون مصلحی دیگه MOSLEHI @yahoo.com بزنید و شماره تلفن رو بگیرین و باشون صحبت کنین. ها بعد گفتن ایشون که شما باید از بینندگان عذرخواهی کنید. من چون ایشون برنامه ها رو قبلا ندیده از شما عذرخواهی میکنم، ولی از طرفی من گفته بودم به دلیلی که از دوستان هی میخواییم و میگن میاییم و بعد یا اونا نمیان یا ما امکانات نداریم، گفتم من تصمیمم عوض شده و دیگه میخوام نه به کسی بگم برنامه بذار، نه به کسی بگم برنامه نذار و مصاحبه ایم با کسی انجام ندم. این تو آرشیو هست، اگر دوستان بتونن پیدا کنن و برای من بفرستن چه روزی من اینو گفتم تو دقیقه چندم، من ممنون میشم. چون این آرشیو مثل بازی فوتباله، ما از دقیقه 1 تا 120 که اونجا داریم، شما میتونید با اون اسلایدر هی اینو عقب جلو کنید، پیدا کنید و بگید مثلا فوریه، مثلا میزنم 2 فوریه، شما دقیقه 28 و 10 ثانیه اینو گفتی. حالا من برای که حسن نیتمو به این آقا ثابت کنم، از شما بیننده عزیز عذر میخوام، ولی این آقا چون کار رادیو تلویزیون انجام میده، این آقا یه حرفی هم پشتش زد که اون حرفه هم مهمه. گفت البته میدونم که بیننده هام براشون مهم نیست، چون اگه مهم بود 4 تا تلفن میزدن، 4 تا ایمیل میزدن، میگفتن آقا چی شد، شما قرار بود یه نفر بیاری راجع به اون وایس آف امریکا، صدای امریکا صحبت کنه و اینها. و من خندم گرفت، گفتم که دوستان ایرانی ما ماجرای همون معرکی گیر و شعبده باز و مار دو سر و رفتن تو آفتابه که هیچ وقت نمیره و اینا عادت کردن به اینکه ما مجریان برنامه بهشون قولایی بدیم که عملی نیست، دروغایی بگیم که دیگه اینا میگن آقا ولمون کن. اینم مثل میگن تو تهران الان رسم شده، هر کی دروغ میگه، حرفای الکی میزنه، بهش میگن تو دوباره حخایی حرف زدی. من تهران نبودم نمیدونم، ولی اینو دوستان میگن توی تهران رسم شده به خاطر اون به اصطلاح ماجرایی که جنبش حخا راه انداخت و نرفت و اینها. این الان هر کسی که حرفی میزنه و عمل نمیکنه
بهش میگن این حرفت هم که حقایی بود. خب پس ما آقای محمد تقی مصلحی رو در رابطه با وایس آف امریکا سعی میکنیم یه بار داشته باشیم. حالا اینه شما داشته باشیم فقط برای که بفهمید مشکلات چقدر هست. اینه من وقتی به ایشون گفتم چیز داشتم هم حاضر میشدم برای برنامه، گفتم آقای مصلحی اجازه بده که برای که این مشکل حل شده باشه، من که از شما عذرخواهی کردم، از بینندگانم عذرخواهی میکنم اول برنامه و ساعت 2:15 من امروز به شما زنگ میزنم چند دقیقه صحبت کنین و شما سر این ماجرا رو باز کنید، داستانش رو سرتیترش رو بگید و ببینین دوستان بعد چقدر مایلن و ما از اونجا ادامه میدیم. ایشون گفت من که امروز دارم میرم بیرون نمیتونم. ببینید گفتم خب دوشنبه، گفتن دوشنبه هم یه قرار دارم در رابطه با همین دادگاه وایس آف امریکا و اینا نمیتونم. گفتم خب چهارشنبه، گفتن فکر کنم چهارشنبه هم نمیتونم. گفتم خب آقا اگه اینجوره من تو برنامه میگم یک آقای هست به نام آقای محمد تقی مصلحی، ایمیلش هست mtmuslihi@yahoo.com و ایشون در رابطه با وایس آف امریکا شکایت کرده، رفته و این کارا رو کرده، ببینیم چی میشه. حالا دیگه انشالله اگه بنده زنده بودن، اگه شما وقت داشتین با هم یه مصاحبه‌ای میکنیم. و بعدم بنده گله کردم، گفتم بله ما اینقدر میگیم دوستان اگه یه آفیسی دارین، یه جایی دارین که میتونین یه اتاقش رو در اختیار تلویزیون مردم بذارین تو ویرجینیا، ما این برنامه رو از اونجا ادامه بدیم. که البته دوستان خوبی مثل آقای کشاورزی ها پیشنهاد کرد، گفت آقا من تا مارچ یه جایی رو دارم بیا بگیری اینها، ولی دیگه من نمیتونم حالا فوریه بکشم ببرم اونجا، باز مارچ بکشم برم. آقای بهبهانی باز لطف کرد گفت این استدیویی که من دارم اینجا، من که هر روز باهاش کار ندارم، بیا اینجا. ولی مشکل اینه که خود ایشون هم الان معلوم نیست که اون جایی که هستن به قول معروف تا چه موقع باشن اینها، و همه این حال احوالاتی که هست دوستان شرایط ما رو مشکل تر میکنه. به جایی که ما فقط بریم دنبال یه برنامه ساختن و 4 موضوع رو جمع کنیم و بیاید به شما بگیم و 2 حرف بزنیم، شرایط رو مشکل میکنه. حالا توی این مشکل بودنها ما یه قوز بالا قوز یا چند تا قوز بالا قوز هم داریم. اولا چون من قول دادم که هر کسی زنگ بزنه پیاماش رو اونایی که به اصطلاح در رابطه با برنامه هست اینا پخش کنیم، اجازه بدید که ما این کار رو انجام بدیم. یکی از پیاما در رابطه با صدا و تصویر ما هست که با هم گوش میکنیم. من میخواستم بگم اون کسانی که سرعت اینترنتشون بالاست، تصویر شما رو خیلی شفاف، صدا تصویر با هم هستش و کوالیتی، یعنی منظور کیفیت تصویر خیلی بالاست، و اگر اونها اینترنتشون رو با سرعت بالا داشته باشن شما رو خیلی بهتر، نه تنها دیگه تصویرهای به اصطلاح تلویزیونی رو هم میتونن خیلی راحت بگیرن. موفق باشین. خب من از این بیننده عزیز تشکر میکنم. همین که به قول معروف به ما میگن که چه خبره، یه مقدار کار ما رو آسون تر میکنن. طبق گفته ایشون بعضی از اونایی که اشکال تصویر و صدا دارن مال سرعت کم اینترنتشون هست، و ما کارمون 1000 اشکال داره ولی یه اشکالش هم ممکنه از طرف اون دوستان بشه. پس من از ایشون تشکر میکنم که هم توجه میکنه به برنامه مردم، تلویزیون مردم، و هم لطف میکنه وقتش رو میذاره تماس میگیره. از این بابت ممنونم. نشریه بیداری رو که شما حتما آگهیش رو بالای سر بنده میبینید توی مردم tv.com، و گفتیم اینجا رو کلیک کنید برید سپورت کنید، و شماره تلفنشون هست. آقای لشکری در کالیفرنیا به همت دوستان خوبشون نشریه رو به اصطلاح منتشر میکنن و در اختیار دوستان در سر تا سر جهان قرار میدن. در رابطه با بیداری هم من یه پیغام گرفتم، اون رو هم اجازه بدید پخش کنم و باز با شما باشیم. آشور بیدرود بر شما، خسته نباشید. اندک مدتی از تلویزیون شما نگاه میکنم و خوشم اومده. در حال فکر میکنم که در حال حاضر اگر اینکه مسیرتون عوض نشه خوبه و قابل
کردید مجله بیداری، چقدر شادمان شدم. من خواهش بکنم که در برنامه هاتون تکرار و تکرار بفرمایید مسئله مجله بیداری رو، که بیداری با توجه به این که یه توضیحات لازم هست داده بشه، با توجه به این که رایگان داده میشه مردم و از کمک وطن پرستان این منتشر میشه، واقعا مردم رو بیدار میکنه. و من از سن خوزه تماس میگیرم و من اینجا این رو پخش میکنم. دلم میخواد که مردم بیشتر با نام مجله بیداری آشنا بشن. براتون آرزوی موفقیت دارم. شاد باشید. بدرود. خب اجازه بدید از این دوست خوبمونم تشکر کنیم که به اصطلاح مسئولیت پخش نشریه بیداری رو در سن‌خوزه یا سن‌خوزه کالیفرنیا به عهده دارن و من تا اونجایی که در توانم بوده و وقت بهم اجازه داده نشریه بیداری رو به اصطلاح آمریکایی‌ها پلاک کردم یا در رابطه با ایرانی‌ها تبلیغش رو کردم و امیدوارم دیگه حالا دوستان بیننده همت کنن برن یک کلیک کنن و بخونن و همش برمیگرده به همت. همین آقای تقی مصلحی، محمد تقی مصلحی قشنگ میگفت من 30 سال دارم اینجا فریاد میزنم که آقایون، خانما، مشکل شما، مشکل ما اینه که ما باید بریم لابی پیدا کنیم که برای ما لابی کنن، لابیگری کنن. لابی نمیدونم این کارچاخ کن میگن چی میگن، بعضی وقتا به کلمه های بدی ترجمهش میکنن. مثلا آقای امیر احمدی، این هوشنگ امیر احمدی رو بعضی ها لابی جمهوری اسلامی میدونن، بعضی ها بهش میگن این دلال محبت بین جمهوری اسلامی هست و آمریکایی ها. افراد دیگه هستن، تریتا پارسی و اینا رو باز به اینا میگن لابی هستن. من والا از لابی بودن اینها خبر ندارم دوستان. اگر شما خبر دارید بیاین بگید مثلا که این به این دلیل به این دلیل به این دلیل لابی هست، چون اونای دیگه که لابی هستن اصلا بابت لابی حقوق میگیرن، اصلا شرکت هایی هست، مؤسس هایی هست و هیچ ابایی هم ندارن که بگن ما لابی مثلا شرکت کلگیت هستیم اینجا فلان. ولی ما ایرانی ها ماشاءالله همه کاریمون یه جورایی میخوایم جیمز باندی باشه و مخفیانه و محرمانه. اجازه بدین چون گفتم ایرانی ها، یه سری هم به شیراز بزنیم. اولا تشکر کنم از دوست جدیدمون آقای اسد اسدی، دکتر اسدی، همشهری گرامی بنده، که شعر ای شیراز رو برای بنده فرستادن و من امیدوارم خود این آقا زنگ بزنه، چون هیچ کس مثل شاعر یک شعر نمیتونه اون شعر رو دیکلمه کنه. شما شعرهای فریدون مشیری رو برین توی یوتیوب، اونایی رو که خودش خونده نگاه کنید، اصلا ببینید چی میشه وقتی مثلا ریشه در خاک رو میخونه، وقتی اون گرگ و انسان رو میخونه و وقتی کوچه رو میخونه و اینها، اصلا آدم حالی به حالی میشه. ولی من ضمن این که پوزش میخوام از این آقای اسدی عزیز، اگر بد میخونم این شعر رو، امیدوارم خود ایشون تماس بگیره و این شعر رو برای ما روی روز جمعه مثل امروز بخونه و حال هوای برنامه رو عوض کنه. ایشون به بنده گفت که من یه روزی یه عکسی از دروازه قرآن شیراز که از دوستان به من داد که از بالای دروازه قرآن نگاهی میکرد به شیراز. دوستانی که شیراز رو رفتن میدونن شیراز تقریبا توی یک دره واقع شده، این ور کوه اون ور کوه و به همین خاطر هم هنوز که هنوز راه آهن نداره و الان دروازه قرآن شده تفریگاه و مردم میرن اونجا، اون آرامگاه خواجوی کرمانی و یه چند تا گویا مثل قهوه خونه و اینا درست کردن، قلیون و چایی و فلان اینا، و اصلا دیگه ماجرای دروازه قرآن عوض شده. اون موقع شما همیشه از زیر قرآن رد میشدی، ولی الان زیر قرآن یا اون به اصطلاح طاق نصرت یا هرچی میگن این وره، از این ورش میرن میان و اون قسمت شده تفریگاه. این دوست شاعر ما با ذوق ما وقتی این عکس رو دیده همسیک شده، هوای وطن به سرش زده و این شعر رو گفته. خیره بر عکس فریبای تو هم ای شیراز، شاهد سرو دلارای تو هم ای شیراز. سالها عشق
فراغم ز سر هر مژه ریخت، چون که سرگشته به سودای تو هم ای شیراز. سینه در قربت بیداد فغان دارد و درد، تا به خواب در پی رویای تو هم ای شیراز. بی امان است دل و منتظر دیدن توست، سر میخانه که رسوای تو هم ای شیراز. اشکم از دیده روان است به هر ساغر می، بس که دل داده به رعنای تو هم ای شیراز. این شعر بلند و طولانی است و من واقعا دیگه بیشتر از این نمیخوام شعر ایشون رو خراب کنم و امیدوارم خودشون تماس بگیرن. یک اجازه بدیم ما تشکر کنیم از آقای پیران که اون فکس مجانی رو به ما گفت و الان دوستان فرصت پیدا کردن فکس بفرستن و شماره فکس ما روی وبسایت مردم tv.com توی قسمت تماس با ما هست و اونجا الان من براتون میخونم شماره رو. به غیر از اینکه تلفن اینجا میتونید بزنید، فکس هم میتونید بفرستید. 206 ایریا کدش هست 426-21-31 و هر کی هم میخواد فکس مجانی داشته باشه برای بنده ایمیل بزنه، من اون رو میفرستم برای دوستانی که میخوان ببینن فکس مجانی رو چجوری میتونن داشته باشن. و عذر میخوام، بذاری من صدای این رو ببندم. دوست عزیز سوربی هستم، تلویزیون مردم، بفرمایید. آقای سوربی سلام عرض میکنم. سلام قربان، بفرمایید. من کوچه اسدی، احوال شما آقای اسدی؟ اینقدر شعر شما رو بد خوندم که مجبور شدی زنگ بزنی. بهم گفت که زنگ بزنی، گفتم زنگ بزنم مزاحمتون. خواهش میکنم آقای اسدی، اولا تشکر میکنم از این دوتا شعری که فرستادین و اون مقاله نیویورک تایم یا یو اس ای تودی، اون رو هم بعد درباره صحبت میکنم. من ساکت میشم، شما بینندگان تلویزیون مردم رو به یک شعری مهمون کنید. پس من همون این شیرازو برای شما میخونم. بفهم. دیده بر عکس فریبای تو هم ای شیراز، شاهد سرو دلارای تو هم ای شیراز. سالها اشک فراقم به سر هر مژه ریخت، چون که سرگشته به سودای تو هم ای شیراز. سینه در قربت بیداد فغان دارد و درد، آب خواب در پی رویای سرم ای شیراز. بی امان است دل و منتظر دیدن توست، سر میخانه که رسوای سرم ای شیراز. اشکم از دیده لبان است به هر ساغر می، بس که دل داده به رعنای سرم ای شیراز. بی تو روحم به سر و جان به روانم نبود، تا چو مجنون پی لیلای تو هم ای شیراز. هر سحر پای دل و چشم خمارم به ره است، بیقرار از مه و شبهای تو هم ای شیراز. دیده صد مژده دهد بر دل درمانده چو من، عاشقی کیست که برنای تو هم ای شیراز. تا رسد بوی گل و عشق و شراب از پاکت، در به خاک تو و بر پای تو هم ای شیراز. بر آن شاخ نبات از دلم زمزمه است، که هنوز عاشق و شیدای تو هم ای شیراز. من که عمری اسیرم به کمند سیهی، ببخشید، دست و پا بسته زیبای تو هم ای شیراز. از می عشق تو چون مرغ غزل خوان دیار، اندلیب تک و تنهای تو هم ای شیراز. به ره نرگس مستی چو سپردم دل و دین، منتظر من به تولای تو هم ای شیراز. از سر خط ارادت به خدای تو قسم، عاشق خاک مصلای تو هم ای شیراز. تو اسد پر شرر از عطر بهار و گل و می، از دم شیخ و لب خواجه یکتای تو هم ای شیراز. به شما دوست عزیزم آقای سوربی تقدیم شده. خیلی ممنون، روز شما بخیر. قربان شما، آخر هفته خوبی داشته باشی. انشالله توی برنامه های آینده شعرهای بیشتری از شما بشنویم. یک دنیا ممنون.
به ناظم بنده هم سلام برسونی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا بله، بنده این افتخار رو داشتم که با ایشون تلفنی صحبت کنم و واقعا چه دنیای کوچکی است. میگن کو به کو نمیرسه ولی آدم ها به هم میرسن. و یادمون باشه دوستان، وقتی که با هم هستیم همدیگر رو از هم دلخور نکنیم. خدا میدونه چند مدت دیگه، چند سال دیگه یه جای دنیا همدیگر رو ببینیم. این دوست ما فامیل ناظم بنده است که کلاس نهم توی شیراز، آقای شاپور مهدیار معلم ما بود، بعد که آقای مصباحی رفت از اونجا مدرسه شاپور، آقای شاپور مهدیار شد ناظم دبیرستان احمدی. ایشون کشتیگیر بود و توی به اصطلاح چیزهای کشتی و اینها، و موقع هم آقای کمال پیر احمدی از شیراز میرفت تو مسابقات جوانان و اینها. بالاخره خاطرات اینجوریه و تمام ماجرای این برنامه بنده دوستان اینه. و الا من بارها گفتم، حالا هم خدمتتون عرض میکنم، نه رهبر حزبم نه این تلویزیون مردم حزبی هست که بنده سخنگوش باشم، نه تلویزیون مردم سخنگوی ارگانی یه حزبیه. و ما این برنامه رو، حالا یکی از دوستان خوب که ایمیلی نوشته بود، نشون خوب شما میتونی این تلویزیون رو مثل قهوه خونه راه بندازی و دوستان بیان و اینها، من اشکالی توش نمیبینم که این تلویزیون مثل یه قهوه خونه ای باشه، 10 نفر دوست، 10 تا ایرانی بیان با هم صحبت کنن، با هم حرف بزنن. سوربی هستم، تلویزیون مردم، بفرمایید. آقای سوربی، من پیران هستم. سلام آقای پیران. میخواستم یه اطلاعی مختصر بدم. ایشون گفتن که تصویرش با سرعت بالا خوبه، کاملا درسته. من پیشنهاد میکنم اگه کسی که میخواد تلویزیون اینترنت ببینه، اولا 3 مگابیت پر سکند دانلود و به 3 مگابیت پر سکند دانلود باید داشت به سرعتش که تصویر خوب باشه. و حتی من پیشنهاد میکنم برای تصویر بهتر 5 به بالا رو بگیره. خب بهتره چی پول بیشتر رو بیشتر به آش بیشتر بکنید، ولی سرعت 3 به بالا باشه تصویر معمولا خیلی خوبه. اما مثلا تلویزیون اینا اعلام میکنن 1.5 مینیمم، ولی 1.5 تصویر خوب به شما نمیده، حتما 3 به بالا باشه. و اگر بخواید فقط به رادیو اینترنت گوش کنیم اون اشکال نداره، مثلا 400 یا 500 کیلوبیت پر سکند هم میتونید گوش کنید. ولی برای تلویزیون من پیشنهاد میکنم حداقل 3 مگابیت به بالا باشه برای که دانلود بتونید خوب تصویر رو ببینید. و آقای سلطی خیلی معذرت میخوام، دفعه قبل دوبار آمدم رو خط. خواهش میکنم، ممنونم از شما. آخر هفته خوبی داشت باشی. ممنونم از تمام راهنمایی‌ها و کمکی که به ما میکنی. بله، آقای پیران همون کسی هست که اون فکس مجانی وب فکس رو معرفی کرده به بنده، همون کسی هست که راهنمایی کرد در مورد اینکه کامپیوتر رو خاموش روشن کنیم دوباره مثل این میمونه که خوابیده و تازه بیدار شده، هی قطع و وصل نمیشه. و امروز هم در رابطه با 3 مگابایت پر سکند صحبت کردن و یا 5 مگابایت پر سکند. این چیزی که اون شرکتی که به شما اینترنت داده، مثلا مال ما کاکس هست، مال یکی دیگه کامکست هست و اینها، شما باید به اونها بگید که این سرعت من چیه. glviz.com سرعت شما رو امتحان میکنه و براتون مینویسه. برین روی وبسایتشون، نوشته سرعت اینترنت خود را آزمایش کنید، اینو میزنه آزمایش میکنه. مثلا من میدونم مال ما اینجا مثل که 20 هست و 5 و البته فرق میکنه قیمتاش. مثلا وقتی شما 25 بگیری یا 10 و 2 بگیری، این 10 یکیش برای اپلوده یکیش برای دانلوده، یا به قول ایشون 400 اینا بگیری قیمتاش فرق میکنه. بهت میگن اینو بخوا، اینه اینقدر 40 دلار، اونی 60 دلار، اینها. و اگه یادتون باشه اون وقتا مودمی که میفروختن به ما که وصل میکردیم به تلفن، میگفت این خیلی سرعتش خوبه، 56 کیلو. الان نقل مگا داریم صحبت میکنیم، خود مگا هست که هر یکیش 1000 کیلو اگه اشتباه نکنم، و بعدش گگا هست که هر یک گگ یا گیگ 1000 مگ هست. اینا بالاخره چیزهایی که دوستان خودتون رو بازنشست نکنید بگید دیگه یاد نمیگیرم. هر چی زودتر یاد بگیرید روز بعد کارتون آسون تره، و روز بعد میخوایم فقط یه چیز جدید یاد بگیرید. ولی اگه خودتون رو بریک دادین، یه استراحت دادین، بعد خواستین برگردین، مثل این میمونه که شما داشته باشین با یه عده را برین، اونا برن و حالا شما با بدوی تا برسی به اونها.
چون اونا همینجوری دارن راه میرن. این دکتر اسدی عزیز همشهری نازنین من که ایشون هم برای من نوشته همشهری نازنینم، جناب آقای سوربی با درود، مقاله‌ای را در مورد ایرانیان در روزنامه USA Today به تاریخ 29 ژانویه 2009 نوشته شده جهت شما، جهت اطلاع شما ارسال می‌دارم. موفق و کامیاب باشید. من هم امیدوارم که ایشون سلامت و موفق و کامیاب باشن. و این مقاله تیترش هست Iranians You Don't Know، ایرانی هایی که شما نمیشناسین. Remember the people aren't the government، توجه کنید مردم دولت نیستن. این مقاله چون به انگلیسی هست و انگلیسی منم خیلی خرابه، اجازه بدید که نخونم چون طولانی هم هست، خودتون بخونید یا بعد من اگه ترجمه شده اینو بتونم مختصر کنم در خدمتتون یه روز میخونم. بله میگه سیو نو سیو، بریم فعلا. بله این از این. پس شیراز رو خوندیم. یک شعر دیگه هم ایشون برای من فرستاده، هوس، که اون رو هم حریفان هوس، اون رو هم میذارم که خود آقای اسدی بخونه و من دیگه به خودم اجازه نمیدم شعرهای ایشون رو بخونم، چون میدیدم که وقتی خودشون میخونن چقدر قشنگ و خوب میخونن. خب باز بریم سراغ پیام‌های رسیده، که این پیام‌های رسیده یا رسیده که شیرازی ها میگن خیلی جالبه، مثل میوه‌ای که رسیده قشنگ شاداب یا به قول شیرازی ها شادو شده. شادو همون جوونه دیگه، شاداب آبدارو تو شیراز میگفتن این شادابه، یا بعضیا که قدیمی تر بودن میگفتن شادوه. چقدر با این آقای اسدی صحبت کردیم و ما رو برد گردون با این به اصطلاح وسیله نقلیه خاطرات توی شیراز و درخت افرا و لب آب و دروازه شاهدایی و اینها، و از این بابت ممنونم. بعدم که فهمیدیم ای بابا ایشون فامیل هست با دوستمون آقای با ناظممون آقای مهدیار، و دیگه شد نور علانو. در صورت این حریفان هوس رو هم نگه داریم برای بعد. خب بریم سراغ یه ایمیلی که یکی از بیننده ها، یک پیامی که یکی از بیننده ها گذاشته و به نظر من بحث جالبی هست، پس با هم گوش کنیم. الو سلام، حال شما خوبین؟ خسته نباشین. من میخواستم در مورد، من اولین بار برنامه‌تون رو البته میبینم، برنامه خوبیه، فقط میخواستم یه جریانی رو بگم که مردم ما کشته زیاد داده، از همه فرق و از هر دینی از کشته زیاد داده شده، ولی نخیرن بیشتر به باهایی الان توجه بیشتر میشه. من از کمونیست گرفته شده، از مجاهد گرفته شده، از هر فرقه، از هر دین و مذهب و مسلکی گرفته شده کشته داده شده، ولی این بار نمیدونم چرا که خانم هیلری کلینتون فقط کشته باهایی ما رو گرفته، دیگه انگاری بقیه مردم ما دیگه مردم نبودن یا ایرانی نبودن یا به حساب نمی اومدن. من با عاشق باهایی هستم، باهایی هم دوست دارم، ولی میخوام ببینم چه فرقی با بقیه مردم ما دارن. ما مجاهد برامون عزیزه، کمونیست برامون عزیزه، مردم ایران برامون عزیزه، ما فرقی بین هیچ کدومشون نمیذاریم، که فرقی نمی کنه که به قول معروف میخواد حدینی داشته باشه به هم هستن، ولی نمیدونم چرا برای خانم هیلری کلینتون باهایی عزیز ما مهمتر هستن تا بقیه مردم ما. قربان شما، خدا. دوستان این پیام این خانم عزیز 1 دقیقه و 23 ثانیه طول کشید و شما ببینید که چقدر قشنگ موضوع رو گفتن. و وقتی بنده میگم 2 دقیقه، دوست همشهری من گله میکنه که آقا وقتی میگی 2 دقیقه مردم زنگ نمیزنن، باید در اون مورد صحبت کرد. این خانم بیننده سوال میکنه که چرا بهایی ها به اصطلاح بیشتر الان مورد توجه قرار گرفتن. بنده با مغز کوچک خودم دلیلش رو عرض میکنم. دلیلش برمیگرده به حرفی که آقای محمد تقی مصلحی به بنده زد و گفت که ما باید لابی پیدا کنیم و بریم لابی کنیم پهلو دولت‌های مختلف از جمله دولت آمریکا، و لابی داشتن خرج داره. حالا چرا بهایی‌ها
صداشون به اونجا رسیده، مثل این میمونه که بهایی ها رفتن یه بلنگویی برداشتن، تو بلنگو حرف میزنن. این بلنگوه چیه؟ آدمایی هستن که کار میکنن، آدمایی هستن که از جیبشون پول میدن. اون دکتر افنانی وقتی میاد میشینه وقتش رو میذاره، من نمیدونم این آقا دکتر چیه، ولی میتونه تو اون ساعتی که وقتش رو داره میذاره، اگه دکتر جراحه بره بیشتر پول بسازه، اگه دکتر مهندسی و اینها هست بره درس بده بیشتر پول بسازه، اگه آرشیتکت بره پول بسازه. اول از پولش میگذره برای هدفش، بعد وسیلش رو پیدا میکنه، میره تبلیغ میکنه، صداش رو به گوش خانم هیلری کلینتون میرسونه. ولی یه موضوعی رو این خانم بیننده و شنونده عزیز که اولین بار بوده مردم تیوی رو نگاه کرده و من امیدوارم آخرین بار نباشه و خیلی خوش آمد بهشون میگم، درست میگن، اینه که ما باید حق خواهی برای همه بکنیم. این بنده خدا آقای بهارم حرفش همین بود، ولی به یه صورتی میسندرستود شد با دوستمون آقای داریوش و ایشون میگفت که آقا نگین بهایی ها، بیاین بگین همه. ولی من از شما میپرسم، شما اگه مجاهد باشی، دوتا خواهرتو کشته باشن، یه جا فرصت بهت بدن صحبت کنی، اول نمیای از دوتا خواهر خودت بگی؟ و اول نمیای از مجاهدا بگی؟ خب پس بهایی هم حق دارن از خودشون بگن. من اگر تنبلم نمیرم، چرا میخوام اونا رو بگم شما هم باید مثل من تنبل باشی؟ اگه از پول نمیگذرم، چرا بگم شما آقا چرا پول خرج میکنی؟ شما باید مثل من پولاتو هی جمع کنی، از پول نگذری. یه جوکی هست، میگن که ایرانیه میخواست بره جهنم، ازش پرسیدن که میخوای جهنم ایرانی ها بری یا جهنم آمریکایی ها و اینا، گفت که خب من یه نگاه بکنم ببینم کدومش چجوریه و اینها. رفت نگاه کرد از اون بالا، دید که جهنم ایرانی ها دیواراش خیلی کوتاه، نه سیم خارداری داره نه چیزی و اینها. یه فکر کرد، گفت جهنم آمریکایی ها دیوارای بزرگ، بالاش سیم خاردار، شعله‌های آتش اینا. گفت آقا منو بفرستین جهنم ایرانی ها. فرستادنش جهنم ایرانی ها. روز دوم سوم که اونجا بود، گفت که آقا اینجا که دیوارش کوتاه، چرا نمیان در بریم؟ یکی از ایرانی ها بهش گفت که، خندید، گفت شما حالا برو امتحان کن بعد بهت میگم. این اومد از یه گوشه دیوار بره بالا، 7-8 نفر ریختن اینو گرفتن کشیدن پایین که پاشونو بزنن رو سر این اونا برن بالا. این بابا زخمی و خونین برگشت به این گفت آقا تو چرا به من نگفتی؟ گفت من اگه بهت میگفتم ایرانیا خودشون باعث عقب افتادگی و جلو نرفتن هستن، تو باورت میشد؟ پس باید میرفتی که بخوای از دیوار بری بالا، همون ایرانی بیرزی رو سرت بیاد، پا بذاره رو سرت، رو چشت، رو صورتت، الان زخمی بیای بشینی اینجا و دیگه فکر فرار از این جهنم رو نکنی. خب جوک رو بر چه اساس میسازن؟ بر اساس همین چیزایی که بین من و شما هست. نقل این گفتم که مغز من کوچیکه، با مغز کوچیکم به این خانم پاسخ میدم. یه جوکی باز امروز اومده بود، چون آخر هفته است، اجازه بدید امروز ما همون حالت مود کژوال باشیم و بگیم و بخندیم و شعر و اینها تا بگذره. نوشته بود که یک دکتری از اتاق عمل میاد بیرون و به اونایی که مریض آورده بودن اونجا و تصادف کرده بودن اینها گفته بود که من متاسفم، این مریض شما احتیاج به مغز داره. بهش میگن خب مغز چیکار کنیم اینها؟ میگه الان دیگه پیشرفت خیلی شده و مغز و اینا رو معمولا میخرن و میفروشن، از ایرانی ها یاد گرفتن که کلیه میفروشن اینها، و مغز شما میتونین بخرین. میگن خب چه کار کنیم، کجا بریم؟ میگه مغز هست. میگن خب چه جوری اینها؟ میگه مغز هست، قیمتش فرق میکنه، مغز مرد بخواین قیمتش هست 5,000 دلار، مغز زن بخواد قیمتش هست 200 دلار. اینا طرفدارای خانواده مریض، حالا یکم هم ناراحت بودن که مریضشون احتیاج به عمل جراحی داره، ولی یکیشون خندش میگیره که آقا این ماجرا چیه، مغز زن 200 دلار ولی مغز مرد 5,000 دلار، و این دیگه چه نوع اجحاف و تبعیضی هست؟ دکتره میگه آخه خانما از مغزاشون استفاده میکنن،
آقایون از مغزشون استفاده نمی کنن، مغز این آقایون دست نخورده است، نوه و به قیمت نو باید پول بدی. ولی مغز خانوما از بس ازش استفاده می کنن دست دوم شده. حالا اینم یه جوکیه دنبال اون جوکی که من اون دفعه گفتم که خانوما خیلی باهوشترن و دلیلش رو می بینیم. شما خودتون یه روز فکر کنید که می خواهید یه بچه ای رو نگه داری، ببینید چه ببخشیدا کثافتی به خونه می زنیم، چه گندی به خودمون میزنیم، چه بچه بی تربیتی هم درست میکنیم و پرورش میدیم. البته میدونم این روزا زندگی عوض شده، الان مردایی هستن که تو خونه وای میسن، شاید حتی بهتر از خانوما هم چیز کنن، به قول معروف برای خودم شهر درست نکنم، بذاریم این مسئله رو بریم. ولی دوست عزیز بهایی ها اگر میرن، شما برو تو یوتیوب بزن بهایی ببین چقدر ویدیو میاد، ولی بزن مجاهد، بزن فدایی خلق، ببین چقدر میاد. سازمان دارن، ارگان درست کردن، ارگانیزیشن دارن. باهایا از قدیم من یادمه، موقعی که ما اصلا سوشال سکیوریتی نمیدونستیم یعنی چی، اینا میگفتن شما از ایران را بیفت برو تو اسرائیل، برو اون وقت تو آفریقا، میری محفل رو پیدا میکنی، شمارت رو میگی، اونا میفهمن تو کی هستی، کجا هستی، کجا نیستی. این اقلیت بودن اینها در فشار بودنشون باعث منسجم شدن، باعث منظم شدنشون بوده و از منسجم بودن و منظم بودنشون امروز دارن استفاده میکنن. لطفاً 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 نخواهیم از اینا که از این وسیله‌ای که دارن استفاده نکنن، به این دلیل که ما تنبلیم و تا حالا استفاده نکردیم و نخواهیم کرد. این از خب دیگه چی داریم؟ پس من این باهایارم اینجا پاک کنم. ببینید چقدر ساده شد وقتی ما این تلفن رو دیگه جواب نمیدیم. ولی این خانم اگه بود زنگ میزد، من تو دفترم بودم برمیداشتم، به جای 1 دقیقه و 23 ثانیه، دوست عزیز شیرازی همشهری مهربان من، دو ساعت ممکن بود من حرف میزدم، من میگفتم، اون میگفت، امروز هم شما نمیتونستی اون مکالمات بین من و این خانم رو بشنوی. ولی به نعمت این پیامگیر و این سیستمی که ما دیدیم اینجوری بهتره، هم من کمتر اینجا میشینم، هم وقتی یکی یه چیزی میگه شما اونو به اصطلاح با شما میتونم سهیم باشم، در میون بذارم و نظر شما رو هم به اون نکته‌ای که این بیننده جلب به اصطلاح منظورش بوده جلب کنم. خب یه چیزی هست که من این رو میذارم این آخرین پیام امروز باشه، بعد در موردش صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ برنامه خودمون. سلام آقای سروی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میخواستم در جواب اون آقا که برمیگردن میگن که سند، من خودم با آقای همایون شمار ما هستیم، شهرام همایون، زنگ زدم یه روز گفتم که آقا خب حالا چرا من نمیذارم ایشون تا آخرشو بگه، چون گفته اینجوری گفتم و اونجوری گفتن و این دلیل من جواب اون آقایی که میگه سند. من از شما یه خواهش میکنم، این تلویزیون ها رو بیاین از آقا من زنگ زدم جواب اونو بدم، اون زنگ زد جواب اونو بده رو بیاریم بیرون، یه قدم بریم بالاتر، یه قدم بریم جلوتر، بیایم نظرات خودمون رو بگیم. یعنی مثل این که توی یه کمیسیونی هممون جمع شدیم، ما میدونیم که برنامه قرار مثلا راجع به چراغایی که میخوان تو خیابون بذارن باشه، اونی که تو اون کمیسیون وقتی وای میسه سربی میگه آقا اگه اینجا چراغ بذاریم خوبه، دزدی کم میشه، نمیدونم بچه‌ها و اذیت کم میکنن فلان اینها، بعد یکی بگه من میخوام جواب سربی رو بدم، یعنی اون آقا یا خانم حقیقتا آمادگی نداشته که تو این به اصطلاح کمیسیون شرکت کنه، فقط امروز حالا اومده هر کی هر چی بگه این میخواد جواب اون رو بده. ضمن اینکه من به ایشون احترام میذارم، گفته که من با شهرام همایون صحبت کردم و اینا بمانه، ولی میخوام اینو بگم. ولی اون کسی که بیاد بگه خب شما اگه چراغ گذاشتید مثلا ماهتما باید اینقدر هم پول برق بدیم و اینا، این نشون میده یه چیزی تو مغزش فکر کرده اومده گفته. من میخوام این حالت آقا من میخوام جواب این خانمی رو بدم که گفته چرا اینجوری، و اون یکی بیاد بگه جواب اون میخوام بدم که با اون یکی جواب داد رو قطع کنم بذارم بره. در رابطه با اون دوست شیرازی که من گفتم بهشونم اسمشون رو نمیارم و چون لطف کرده بودن وقت گذاشته بودن، دوستان من میفهمم وقتی یه کسی وقت میذاره ایمیل برات میزنه یعنی بهت اینقدر ارزش قائله که ایمیل برات میزنه. سوربی هستم، تلویزیون مردم، بفرمایید. آقای سوربی اثری، سلام، آزر مستدم خدمتون.
میخواستم این که دلیل اینکه مزاحمتون شدم، یک مسائلی هست که از لحاظ اجتماعی ما باید اونها رو همیشه بررسی کنیم و بحث کنیم به طریقی بهش بیان بسازیم میگن سیویلایز. بله. ما بتونیم بشینیم با هم به طور کلی تمام مردم بتونن با هم گفتگو کنن و این مسائل طرح کنن و بعد بتونن این مشکلات رو به اصطلاح بعد از اینکه تجزیه و تحلیل کردن راه‌حل‌هایی براشون توصیه کنن که این مشکلات بشه حل و الا از اینکه حل نشه این مشکلات و دائم افرادی که خودتون میدونید منم میدونم پشت این تلویزیون هم میشینن به اصطلاح بلبل رو درخت ناگیر شدن و حرف بزنن و فقط هر بار تکرار میکنن و به توهینایی به ایرانی ها میکنن در با داد و بیدادی که میکنن از اون میکروفونشون ایرانیان زنازاده و فحشازاده و فلان و فلان خطاب میکنن. این حرکات و گفتار از افرادی که ادعای تمدن تاریخی نسبت به اون کشور خودشون و مردم خودشون دارن، این حرکات شرم‌آوره. چرا اینا نمیان یه دونه شون میشینن راجع به ازدیاد جمعیت 70 میلیونی ایران بحث کنن و این مسئله که آقا مملکتی با اون درآمد نفت و گاز و ثروت‌های هنگفتی که از آزاد طبیعی اینا دارن، چرا نمیان میشینن بگن آقا جان چرا ما مثل سوئیس جمعیتمون رو کنترل نمی کنیم و بتونیم بهترین زندگی رو برای اینا به اصطلاح از طریق دولت و ملی و شخصی و اینا ارائه بدیم. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم و امیدوارم بود کنن ملت ما که با این همه تعارف و بالا و پایین عرض تعظیم میکنم فلان به هم دیگه این همه تعارف کنن، چرا از قلب حرف نمیزنن و به هم احترام بذارن؟ چرا از قلب حرف نمیزنن که به هم دیگه کمک کنن؟ چرا از قلب حرف نمیزنن و به هم دیگه این همه توهین میکنن؟ روز شما بخیر، مزاحمتون شد. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله، دکتر اسدی قبلا هم این مسئله ازدیاد جمعیت رو گفته بود و این خودش تاپیک یا موضوع خوبی هست که بشه ساعتها دربارش صحبت کرد، مردم رو راهنمایی کرد که اون موقع که آقای خمینی اومد گفت اسلام احتیاج به سرباز داره، اون کنترل خانواده رو به اصطلاح اون قانونا و اینا رو برداشتن. البته باز جا داره که از خود شاه هم که این سیستم رو گذاشته بود گله کنیم که خودش ماشاءالله من نمیدونم 4 تا که از خانم فرع داشت، یکی از قبلی داشت، چند تای دیگه داشته که ما خبر نداریم، چون گویا فرزندان رضا شاه هم حالا یکی پس از دیگری تاریخ داره میگه و اینها بماند. و شما چجوری میتونید داشته باشید خورما بخورید به دیگران بگید که رطب خورده من رطب چون کنه، به دیگران بگید خورما بده، وقتی شما شاه مملکت هستی 4 تا بچه از یه زن داری، از زن اول یه دختر داری، دنبال این بودی که پسر گیرت بیاد، ولی نمیای بگی دختر با پسر مساویه، چه اشکالی داره پس دختر من بشه کوین و حتی زن تو طلاق بدی؟ بعد ما امروز توقع داشته باشیم از آخوند بی سواد که به مردم بگه زنتون رو طلاق ندید اگه بچه پسر نشود؟ کار ما آقای محمد تقی مصلحی درست میگه، از بیخ و بن خرابه. آقای اسدی درست میگه، طرف میاد مای 75,000 دلار از همین ملت میگیره، میشینه بهشون فوش میده، بی احترامی میکنه، بعدم قرار بود 30,000 نفر رو جمع کنن، چی شد؟ هیچ که یادش نیست که سوال کنه چی شد آقا اون حرفی که زدی. همه ما این خاطرات کوتاه شورت مموری اینها مثل که آلزایمر گرفتیم، ولی یه برنامه نمیاد بشینه یه نفر راجع به ازدیاد جمعیت صحبت کنه که تصادفاً یکی ببینه بفهمه بابا جون اون فرزند کمتر آسایش بیشتر، 1001 چیز دیگه شما میتونید درست درباره اون
بنویسی. که من خدا رحمت کنه عمم یه پسری داشت میگه اینایی که هی طول پس میندازن، خب یکیشو درست بزرگ کنید، اونای دیگه پیشکشتون. و همیشه جیغ میزد به اینایی که میمدن تو خیابون بازی میکردن و هی اذیت میکردن و میگه من نمیدونم اینا ننو باباشون کجاست. و حتی یه قدم هم بدتر میرفت میگفت سرشون میکنن زیر لاف و هی بچه پس میندازن، بچه هاشون میندازن تو خیابون مردم بزرگ کنن. مثل این خانمه که الان 14 تا بچه داره و دارن از خونش میندازنش بیرون. آقای دکتر اسدی، شما اگر وقتش رو داری باید بشینی برنامه بذاری، ویدیو خودت صحبت بشینی بکنی، ضبط کنی، بفرستی، من نشون بدم به مردم و این میشه مردم تیوی. آقای اسدی جز مردمه، میشه مردم تیوی. آقای تقی مصلحی تو کار میدیا بوده، ما که هر کاری کردیم جایی پیدا نکردیم. خودش بشینه توی خونه با کامپیوتر یا با ویدیو یا با حتی با کاست ریکوردر، چی میگم، با تیپ ریکوردر صحبت کنه، من اون نوارا رو پخش میکنم. این کاریه که من از اودم برمیام. ولی اگر دوست همشهری من میگه کاکو مثل که تا هنوزم تو مدرسه طالقانی، چقدر قشنگ، هنرستان طالقانی، هنرستان طالقانی قبلا هنرستان محمد رضا شاه بود، بدبختی یک ما همه چیمون قبلا محمد رضا شاه بود، حالا امامه، بعدا خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی دیدید مثلا خیابان سعدی تو شیراز عوض نشد، خیابان کریم خان زند عوض نشد. اینا نمیدونم کی میخوان یاد بگیرن. بذارید چند جنریشن که ازتون گذشت مردم اسم یه جایی رو بکنن به نام شما، نه خودتون به زور، تا از زورم اومدین پایین اون یکی دیگه بیاد خراب کنه. در هر صورت بله، بعد شد هنرستان طالقانی، به احتمال 100% یه رژیم عوض بشه، اسم آخوند طالقانی هم دیگه نمیخوان بذارن اونجا، با وجود که بعضیا معتقدن طالقانی فرق میکرد با اینا، ولی حقیقتش آخوند آخوند فرقی نمیکنه. و بنده اونجا درس میدادم، اونجا درس میخوندم زمانی که محمد رضا شاه پهلوی بود اسمش، بعد درس میدادم زمانی که بعد از انقلاب شده بود به اصطلاح طالقانی. و من حقیقتش من نفهمیدم کجا من مثل معلم رفتار کردم. یکی از صحبتایی که من قبلا کردم تو تلویزیون ها بارها گفتم، گفتم دوستان حتی من رو مسخره میکردن، شوخی میکردن، مثلا همین آقای بهبانی اینا میگه آقای فامیلات هستن زنگ میزنن، چجوریه که تو میرسی تو زنگ میزنن ولی برنامه ما؟ من بهش گفتم برای که شما مثل معلم رفتار میکنی، شما یه کتابی یه نوشته آوردی میخونی، مردم هم زنگ نمیزنن برای که یا دارن استفاده میکنن یا اون چیز که شما میگی در حد توان فهمشون نیست و نمیفهمن، خودشون رو اجازه نمیدن در برنامه شما شرکت داشته باشن. ولی من که میام مثلا بحث من اینه که امروز برف میاد، شما از برف خوشتون میاد یا نمیاد، این کجاش معلمیه؟ اونا هم زنگ میزنن میگن، ولی اگه میگم آقا 2 دقیقه خانم 2 دقیقه، اینم اگه یک کسی میترسه و خاطر که بهش گفتم 2 دقیقه، خب بذار بترسه، بذار بره یکم بگه چرا سربی میگه 2 دقیقه، چرا من نمیتونم یه موضوعی رو تو 2 دقیقه تموم کنم، تمرین کنه. آقای دکتر اسدی میاد اینجا نزدیک به 3 دقیقه 2 تا موضوع به این مهمی رو میگه، تیوی هستی که بی احترامی میکنه به مردم، بعد همون موقع ادعا میکنه که بهترین فرهنگ رو داره، ازدیاد جمعیت ایران رو میکشه به زیر سوال، و از اون ورم میگه که چرا ما قلبامون با هم صحبت نمیکنه، چرا ما اینقدر درو درنگ هستیم و اینها. ببینید اینا چند تا موضوع رو ایشون تو 2 دقیقه عنوان میکنه. خب اگه من نمیتونم این کار انجام بدم یه اشکالی من دارم، چرا من میام به سربی میگم نه آقا به جای 2 دقیقه به من نیم ساعت وقت بده تو من بگم بله من روزهای برفی را دوست دارم، البته روزهای برفی آدم ممکن است کفشش خیس شود. هی همینم باز تکرار کنم، هی تکرار کنم. یک دوم، این دوست من پیشنهاد کرده که شما آقا بیا برنامه بذار یه روز تو مثلا برای تاریخ، یه روز تو برای جغرافی، یه روز تو اینجوری، بعد بنویس ساعت مثلا 12:45 قربونت برم. شما این ساعت ما رو نگاه کن، بذار من ورش دارم چون اعصابم داره خراب میشه. شما این ساعت ما رو نگاه کن، بنده با چسب پشتش یه باتری چسبوندم که باتری نیفته پایین. تو چی میگی؟ ما فکر میکنی ما اینجا سی ان ان؟ این سنگ ما رو نگاه کن، یه تیکه کاغذ مال کلاسور رو من چسبوندم بعد که اینجا گذاشتم دیدم کج وای میسه، اینجوریش کردم. حالا شما از من میخوای که من برنامه بدم بیرون در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن برنامه سربی شروع میشه و
2:06 دقیقه در مورد بمب اتم صحبت میکنم، 2:18 کاکو جون قربونت برم، یا شما این کار رو انجام دادی بلدی، خب بیا شما انجام بده تا من یاد بگیرم، یا انجام ندادی. اگه انجام ندادی و نمیدونی، آیا فکر نمیکنی مثل دکتر رنجبر که میگه ما اگر سر رشته یک کاری رو نداریم نباید تازه بیان به طرف که داره لکلکی هم میکنه بگیم که تو این کار رو بد انجام میدی، بیا اینجوری انجام بده. درسته میدونم ممکنه شما مکانیکی ندونی، ولی اگه یه نفر داره با چکش میزنه رو سپر ماشینش، مثلا بهش بگی آقا این که چیزی رو درست نمیکنه، سپره رو خراب میکنه. ولی من دارم میگم اگه من یه پیکان پیزوری 1349 اولین مدلش بود دارم و دارم مسافر کشی میکنم بین خط شیراز به کازرون که امورات زندگیمو بگذرونم، شمای کاکای شیرازی نه یا به من بگو آقا چقدر خوب میشد شما اگه یه بیوک داشتی و کولر داشت که من سوار که میشدم اینجا. ماشاءالله هممونم فقط اوردر میدیم. آقا از صبح تا عصر که من میام اینجا ایمیل تلفن مسیج، آقا شما اگه راجع به این حرف بزنی خوبه، آقا اگه این کارو بکنی خوبه، ولی بگو 4 نفر رفتن کلیک کنن همیاری نرفته. 10 بار از من میپرسن آقا ما چجوری پول بفرستیم، راهنمایی میکنم کمک میکنم ولی هیچ خبری نیست. ناگفته نماند، یکی از دوستان گفت که شما آدرستونم بذارید. خب ما معمولا دیگه آدرسشون خونمه نیذاشتم، گرچه هیچ اینفورمیشنی خصوصی دیگه نیست این روزا، شما اسم هر کسی رو بزنی خونش پیدا میشه، معلومه چند خریده، کجا خریده، تکسش پول داده یا نداده یا بدهکار، اینا رو بمانم. فکرش کردم برم یه پی او باکسی بگیرم، گفتم ای بابا حالا من مای 10 دلار 12 دلارم بدم یه پی او باکس بگیرم، صندوق پستی، هر روز هی با دل امید برم اینو باز کنم، هر روز میبینم هیچی توش نیست عصبانی بشم از دوستان. گفتم آقا مرا به خیر تو امید نیست، شر نرسان، اصلا ما خرمون از بچگی دم نداشت، نوکرتون هم هستیم، نه همیاری میخوایم نه چیز. اگر بیزینسی دارید، اگه برنامه‌ای میخوایم بذارید، من الان با دکتر حکاک تماس گرفتم چند مدت پیش، یه برنامه دارم تو مریلند، اگه اینا میخوان آگهیشون رو ما بذارن، اگه نه والا دیگه حوصله صحبت کردن و منت کشیدن هم ندارم. دوست داشتن بذارن، دوست نداشتن خود ما با همین پیکان یه لکلکی میکنیم و 4 تا مسافر میکشونیم و اون 4 تا مسافر رو به مقصد میرسونیم. ولی دوستان عزیز شما بیا ببین اصلا امکانات ما چیه، کجای کاری. شما این تابلو من رو نگاه بکن، این تابلو من، اینو میگم بعد دوستان میخندن میگن آقا چرا این چیزا رو میگی؟ خب نگم، بیام فیس و افاده کنم. آخه اون پوفیوزی که میگه این تلویزیون مال جمهوری اسلامیه، خب من اگه 10 سال پیش بود بهش میگفتم پدر سگ احمق، به قول آقای اسدی میگه، حالا اینم که فکر کردم روانی نیست روانی شده، آخه این تلویزیون جمهوری اسلامیه، این تلویزیون پاکت نامه رو برداشتم اینو گذاشتم توش، دیدم کوتاه آوردم گذاشتم جلو اون. هر وقت آبرو خودمونم بردیم ها، حالا بعضیا فکر میکردن این کامپیوتره ولی دیگه فهمیدن. آخه قربونت برم دوست عزیز، هم شهری من، این زندگی من. یه آقای دیگه برداشته نوشته، کسیه که میگه اگه کسی متخصص نیست نباید تو تلویزیون بیاد صحبت کنه. ایشون حتی یه قدم فراتر میره، میگه بیننده ای که میخواد زنگ بزنه شما باید ببینی این دکتر اسدی کیه که میخواد زنگ بزنه. گفتم آقا قربونت برم، حالا من باید برم یه شهربانی باز کنم سوء سابقه دکتر اسدی رو ببینم آقا این دکتر هست یا نیست، این که میخواد راجب ازدیاد جمعیت صحبت کنه میتونه یا نمیتونه. گفتم آقا قربونت برم من نمیدونم شما تو چه کشوری هستی، ولی اینجا آمریکا شما نگاه کن، لری کینگ فامیلیش شاه هست، ولی این آقا شاه این سی ان ان 79 سالشه، میاد شبا میشینه یه دو بنده مال این چیزاش انداخته اینجا و اینو شما ببین کیا بهش زنگ میزنه. یه دفعه یه زن بی دندونی، معلومه دندون نداره، از وست ویرجینیا زنگ میزنه میگه که لری این مثلا امشب این خانمی که آوردی راجع مالیات صحبت میکنه، مگه ما باید مالیات بدیم؟ یعنی اصلا طرف انقدر مواد کشیده و چی کشیده و اینا، اصلا 50-60 سالش هنوز مالیات تو آمریکا نداده، ولی این زنگ میزنه به لری کینگ. اون وقت شما به من میگی من آقای دکتر اسدی که میخواد زنگ بزنه باید بپرسم آقا دکتری دکتراتو از کجا گرفتی؟ آها
دانشگاه فلان، اوکی گوشی خدمتتون، الو دانشگاه فلان رو چک کنید ببینید سال فلان دکتر اسدی دکترا گرفته. آقا میگن اسم شما اونجا نیست. آها اسم شما قبلا یه چیز دیگه بوده عوض کردی. گوشی خدمتتون. قربونت برم آقا، من نوکرت هم هستم، اصلا ما در اینجا رو میبندیم میریم دنبال کارمون. شما مگه خودت قرار نشد یه ساعت برنامه بذاری؟ خب بیا بذار، بیان بذارین، بعد شرایطم بذارین، بیننده شما باید مایی 20 دلار بده. ببینید کدومش میاد مایی 20 دلار بده؟ مگه آقای ضیاء آتابای نبود گفت ما این دستگاه ها رو کارتی میکنیم؟ هرچی هم پول مال زنش بود، خودش که بنده خدا نیست که پولی نداشت، باخت و گذاشت رو این، باخت یعنی تو این بیزینس میگم، نمیگم قمار کرد، گذاشت تو این بیزینس و شکست شد رفت. حتی زندگی زناشویش هم به خطر افتاد. الان میاد یه دو ساعت با شهرام و همایون برنامه میذاره، اونم اونجوری، چون یکی از شما دوستان ضیاء آتابای رو مثال زده بودی. اگه شما میخوای بیننده های مثل ضیاء آتابای داشته باشی، من هیچ وقت نمیخوام بیننده های مثل ضیاء آتابای داشته باشم. دیدید چند بار گریه کرد تو تلویزیون؟ دیدید چند بار قلبش وایساد؟ دیدید چقدر عرق نشست؟ برای که همون بیننده هایی که شما میگی برو دنبالشون، اونا بیننده های ضیاء آتابای بودن که ولش کردن، یاریش نکردن. حالا من اینجا امروز که جمعه هست یه چیزی از دوستان میخوام. من ممکنه دارم معرکه گیری میکنم، ولی نه آفتابه گذاشتم به شما بگم تو این آفتابه میخوام برم اگه چهار تا جوان مردی تومن بده، نه مار دو سر تو قطی دارم، اصلا قطی ندارم. من میگم آقا من همون جوری که اون دوست دانشمندمونم مثال زده بود، شما میتونید یه قهوه خونه راه بندازید و چهار نفر هشت نفر بیان اونجا. من افتخار میکنم اگه تونستم هشت نفر ایرانی رو دور هم دیگه جمع کنم، هشت نفر که وجه مشترک داشته باشه. آقای افراسیابی رو من تونستم پیدا کنم چند سال پیش، پسر حاجی معلم رو تونستم پیدا کنم، آقای اسدی رو تونستم پیدا کنم، آقای مهدیار رو تونستم پیدا کنم، از انگلستان اون دوست شیرازی رو تونستم پیدا کنم، چند تا دوست دیگه، یکیشون هم دیشب باز مسیج گذاشته پیدا کردم. این افتخار منه. افتخار شماها چیه؟ چند تا دوست دارین توی اون محلی که هستی؟ چه سازمانی دارید که هر دو هفته هر سه هفته جمع بشید دور هم در رابطه با یه چیزی صحبت کنید؟ چه کاری تو زندگیتون کردین به غیر از اینکه فقط هر کسی هر کاری کرده بیان بگین اگه اینجوری میکنید بهتر کنید و اینجوری کنید؟ اصلا میخوان از من، میخوان این مجسمه رو خاکش کنن بریزن با آب دوباره یه گل نرمی درست کنن اونجوری که خودشون میخواد. آقا خانم ولم کن، من یه آدم 52 ساله 10 سالم دارم این کارا رو انجام میدم، اگه تو این 10 سال یاد نگرفتم آدم خرفتی هستم دیگه. دیگه شما نیرو تو صرف من نکن، شما بیا یه برنامه 5 دقیقه‌ای بذار، 5 دقیقه وجدانن امروز برو بشین روبروی آینه 5 دقیقه برای خودت صحبت کن، کنفرانس بذار، مثل من که اینجا تنها نشستم روبرو دوربین 5 دقیقه ببینم میتونی، ببینم عرقت، ببخشیدا تا خشککت عرق نمیکنه. من یادمه توی اف پی ای بودیم، یه دوستی داشتیم، این آقا توی ارتش بود و خیلی تو کامپیوتر و اینا وارد بود و اومد اونجا کمک کنه. از اونایی بود که من بهتون میگم دوستان همه میگن ما میخوایم کمک کنیم. من البته دوست ندارم جلو تلویزیون برم، ولی پاشو که میذاره تو استودیو میخواد بگه منو بفرستین جلو تلویزیون، اونای دیگه هیچ بلد نیستن. این آقا همه کارا رو کرد. گفتیم خب آقا تو میگی بیاد بشین بگو دیگه. گفت چی بگم؟ گفتم همینه که میگی دیگه، مگه نمیگی میخوای یه برنامه درست کنی جوونانو بیاری انگلیسی حرف بزنی فلان بیسار اینا؟ گفت چرا؟ گفتم بیا همینو بگو تا ما ازت فیلم بگیریم بذاریم، مگه نمیخوای مردم بهت بپیوندن؟ گفت چرا؟ گفتیم بیا بش. شما میدونید که تو کار رادیو تلویزیون این میگن تیک 1 تیک 2، شروع میکنی، آماده هستی؟ نفس عمیق بکش، 1 2 3 شروع کن. این آقا میخواست اینجا که کامپیوتر هست و اینها و اتاق فرمان هست برگرده خودش رو معرفی کنه، بگه من به فکر این هستم که یه برنامه های رو آغاز کنم، از شما بینندگان محترم خواهش میکنم اگه علاقمند هست به همکاری هستین و شرکت در این برنامه ها، با من با این شماره تلفن تماس بگیرید. یه عصر یه شنبه بود، 5 نفر رو ایشون معطل کرد، 5 بار ما تک گرفتیم از این، نتونست این جمله رو بگه. حالا شما نشستی اونجا، بله ساعت 14 من جغرافی بیام درس بدم، آقا ما 100 نفر داریم دارن جغرافی و تاریخ درس میدن. خب شما برو اونو نگاه کن، یکی هم مثل من شیرازی ساده لهجه اینجوری اومده داره حرف میزنه.
چهار نفر زنگ میزنن میگن آقا خیلی ممنون ما خوشمون میاد، چهار نفر زنگ میزنن فوش میدن. ما اومدیم گفتیم اگر کسی دید که این برنامه‌های دو ساعته ما دو ساعت از عمرش رو یا ریلکس شد یا خندید، که این عجب آدم دیوونه ایه، دو ساعت خندید، یک دلار استاد عزیز، یک دلار برای اون دو ساعته بفرسه. فکر کنی چند نفر تا حالا فرستادن، لیستشون به یک کاغذ اینقدی نرسیده. آقا بیا پایین با هم راه بریم، این بیوکت رو خاموش کن، شیشه هاشو بکش پایین ببین چقدر گرمه، و منی که دارم توی این جاده کازرون میرم این باد گرم مثل تفت آتیش داره میزنه به صورت من، تا اقلن از گرمای من و این مسافرها خجالت بکش. اسم ایرکاندیشن رو نیا، تو از این ساعت بنده شرمگین بشو، نگو آقا چرا اون پایین نمی‌نویسی به وقت تهران ساعت اینقدره، به وقت توکیو ساعت اینقدره، به وقت لس آنجلس ساعت اینقدره. آقا ولمون کن، سه ماه روزگار، دو ماه روزگار، من از دسامبر تا حالا دسامبر 8 من شروع کردم تا امروز، گفتیم هر کی برنامه میخواد بیاد برنامه بگیره. خب بیا شما کیو میبینی اینجا؟ به طرف میگم آقا تو که میگی این تلویزیون جمهوری اسلامیه که میکروفونش اینه، اینها ببینید این میکروفونش، یعنی واقعا اون که میگه جمهوری اسلامیه فقط باید به خودش بگه عجب احمقی هست. چه چیزی بهتر از این که شما مثل بیداری بیای تو تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه بذاری؟ نشریه بیداری که شعارش این هست که آگاهی تنها راه رهایی است، و امروز شما اگه برید توی مردم tv.com ما رو میبینید. چه چیزی بهتر از این؟ یعنی آقای لشکری اگر فکر میکنه که مثلا این تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی آدم باهوشیه که اومده تو تلویزیون جمهوری اسلامی عدش رو گذاشته. من بارها گفتم آقا یک جای رو پیدا کنید سلطنت طلب باشن، من برم تو تلویزیون 5 دقیقه حرف بزنم، بهشون ثابت کنم که دوستانی مثل آقای رضا پردیسان که سال 2001 فحش میداد به تلویزیون، رو تلویزیون زنگ میزد به من فحش میداد، بعد سال 2004 زنگ زد و از من عذرخواهی کرد، فکر کنم هم خود محمد رضا باشه، اگه اشتباه میکنم به هم بگین، ولی اگه نه من اتفاقا براشون یه ایمیل فرستادم که اگه بشه تو برنامه باشون صحبت کنیم. ایمیل برگشت rezapardisan@aol.com بود. دوست عزیز مسئله اینه، مشکل اینه. بله حواس یا حواس is by shores where people make government. آها دوست خوبمونم میگه که حواس مال شوره بوده یا آهنگی بود، ولی نه این حریفان حواس شعری هست که آقای دکتر اسدی برای من فرستاده و من به خودم اجازه نمیدم بخونم، چون باید خودشون بخونه. و اون ماجرای پیپل میک گورنمنت اون موقعی که انتخابات درست باشه و اینها، که بعدش هم خیلی بحثای زیادی پیش میاد و میبینید که مثلا نمونش حماس هست که توی فلسطین اومد و دقیقاً دیگه الان نمیشه شما بگی هر گورنمنتی که هست واقعا نماینده مردم هست. خب دوستان باز هم در ساعاتی که ما برنامه زنده نداریم با همین شماره‌ای که روی تلویزیون می‌بینید و اجازه بدید من براتون بخونم، 703-957-6150 میتونید تماس بگیرید، پیامتون رو بذارید. اگر می‌خواهید پیامتون پخش نشه باید بگید، و الا ما حق داریم که ما تصمیم بگیریم پیام شما پخش بشه یا نشه. دیروز داشتم با آقای بهبهانی صحبت میکردم، امروز هم از ایشون خواستم اگر وقت شد زنگی بزنن و صحبتی کنیم، که معمولا بنده خدا نمیتونه، چون اینم دوست عزیز سوری هستم تلویزیون مردم، بفرمایید. آقای سوری عرض ادب دارم، خسته نباشید. مرسی عزیزم، بفرمایید. قربان شما، خیلی ممنون. آقای سوری میخواستم در مورد همون تماس، اون پیام صوتی که خانمی گذاشته بود در مورد بهائیان، که چرا این ستم هایی که بر علیه بهائیان واقع میشه سرزنش بیشتر از بقیه
دوستان عزیز ایرانی هست در جهان صورت میگیره، میخواستم به یک نکته خدمت شما اشاره کنم و آن اینه که الو جامعه پیشتر پیشتر قبل از الو بله با شما هستم، پیشتر قبل از اینکه انقلاب تو ایران رخ بده به عنوان یک هیئت غیر سیاسی و غیر دولتی در سازمان ملل متحد شناخته شده بود. بعد که انقلاب صورت میگیره شما ملاحظه بفرمایید بهائیان فکر کنم تنها زندانیایی بودن که صرفا به خاطر عقاید و باورهای مذهبیشون به زندان و جوخهای اعدام سپرده میشدن. ملاحظه فرمودید؟ نه. یعنی بهائیان نه عضو گروه سیاسی بودن، نه عضو مجاهدین بودن و نه حزب توده و نه هر حزب دیگه‌ای سیاسی که به اعدام کشیده میشدن. و این بود که دوران انقلاب وقتی که انقلاب شد و بهائی را میکشتن سرزدهای خیلی شدید توی در سطح سر. دوست عزیز صدای شما قطع و وصل میشه. بله خب ممنونم از تماس. یه بار دیگه من یه وقت دیگه به شما باشه باشه ممنونم. وقتی هم زنگ میزنی صدای کامپیوترتو کم کن. ممنونم از تماس. بله دوست عزیزمون اینو میگه. خب ببینید من نمیدونستم مثلا میگه باهائی‌ها حتی قبل از انقلاب اینا توی سازمان ملل رجیستر بودن. باز برمیگرده به حرف اون بنده حقیق، اینها سازمان دارن. شما میدونید اصل هر ماجرا، اصل هر حرکتی که میخواد به هدف برسه اینه که باید سازمان داشته باشه، باید هدفش معلوم باشه، باید وسیله داشته باشه. این که توی مجاهدان میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، باید بدونن اصلا هدفشون چیه، برنامهشون چیه، وسیلهشون چیه، از اون وسایل به خوبی به نحو احسن استفاده کنن. من ممنونم دوستان که این باز دوست عزیز اون دوست شیرازی من واقعا ممنونم. حالا اگه یکم هم نق میزنم ولی خیلی وقت گذاشته بود که هم برنامه رو نگاه کرده بود، به اصطلاح تحلیل کرده بود، هم توضیح نوشته بود. یکی از توضیحاش این بود که خب شما میای سرتیتر خبرها رو میخونی، من این رو قبلا هم گفتم دوست عزیز، اگر ما قبول کنیم که هر چیزی رو که شما رو اینترنت دیدی دیگران هم دیدن، باور کن من صبح تا شب اینجا 100 تا ایمیل بیاد نبود که مثلا یکی برام فلان فیلمو بفرسته، یکی برام فلان خبر رو بفرسته، میگفتم خب اونم رو اینترنت بوده دیده. و من اگر این سرتیتر خبرها رو میخونم، اگه 20 تا سرتیتر میخونم شما 20 تاشو میدونی، بذار تو مغزمون شک کنیم شاید یکی 19 تاشو میدونه و اون 20می که من گفتم اون برای اون جالب. من نمیفهمم چرا ما اینقدر خودخواه هستیم، میخوایم این 2 ساعت اگه یکی داره اینجا میرقصه فقط برای ما برقصه، یعنی همش صورتش به ما باشه برقصه، اگه چرخید اونور بگیم توهین کرد به هم، ببین پشتش رو را کرد، بذارید برقصه، بذارید اون به چرخه رقصش بهتره. منم این تیترا رو میخونم ولی شما برگردید از سال 2001 برنامه های بنده رو نگاه کنید. من کسی هم که وقتی میام یک کتاب به این کلوفتی داشتم، حالا چون کامپیوتر هست اینو تو کامپیوتر دارم و براتون حاضرم 8 ساعت شما کامپیوتر از من بگی، من 8 ساعت برات اون چیزایی که روز قبل نگاه کردم میام میگم، بدون فقط سرتیپش نگاه کنم. سوربی هستم تلویزیون مردم، بفرمایید. آره آقای سوربی ببخشید دوباره این مزاحمت شدم، داشتم میگفتم. بفهم خلاصه آقای سوربی مسئله اینه که جامعه بهائی به عنوان یک سازمان غیر دولتی و غیر سیاسی NGO به عبارت دیگه NGO در سازمان ملل متحد شناخته شده و اهدافش چیه؟ پیشبرد خدمات بشردوستانه از اقتصادی گرفته اجتماعی دیگه اهداف بشردوستانه دیگه. خلاصه وقتی که این انقلاب افتاد، این صورت گرفت، بهایی رو می‌بردن و می‌کشتن، البته که اعتراض‌های جامعه بین‌المللی بهایی سر صدای انداخت در جهان و خیلی از کشورها به احقاق حقوق بهاییان برخواستن. حالا بعداً تو این 30 سال از صورت گرفتن این انقلاب شما ملاحظه فهمید که خیلی از این سازمان‌های دفاع حقوق بشر تو این 3 سال‌های اخیر تشکیل شده و
شدیم در افغانستان، هر نقطه جهان، چه در زمینه حقوق زن، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های مذهبی یا نژادی، چیکار می‌کنن؟ دفاع می‌کنن. و حالا شما اگر ملاحظه فرمایید، اگر این خواهر عزیز که تماس گرفتن ملاحظه فرمایید که جامعه بهایی وقتی که بیانیه‌های صادر می‌کنه، نام از اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران هم ذکر می‌کنه، از صوفیا، از جماعت اهل تسنن، از دوستان ایرانی یهودی و زردشتی که دچار خیلی محدودیت‌های هستن تو ایران نام می‌برند. همچنین از اقلیت‌های قومی، از آذری، بلوچی و عرب. یعنی ما خودمون به عنوان ما خودمون تافته خود باخته نیستیم که فقط خودمون رو دور از بقیه ایرانی، خودمون رو به عنوان ایرانی خودشیفته معرفی کنیم که آره ما فقط داریم تحت ظلم و ستم قرار میگیریم. هر کی که تحت ظلم و ستم قرار میگیره قطعا و واضح توی بیانیه‌های جامعه بین الملل بهائی نام برده میشه. بله، ممنونم از تماستون، خیلی ممنون خواهر گرامی رو. بله خیلی ممنون دوست عزیز، قربان شما، خدا نگهدار. بله ممنون از دوست عزیز که توضیح دادن. و پس همون باز برمیگردیم دوستان، سازمان داشتن. اگر هر کدام از این تلویزیونایی که شما توی 30 سال گذشته، توی 10 سال گذشته، توی 5 سال گذشته میبینید، حرکت هایی مثل ما هستیم، گروه عقاب، هسته، پسته، کشتی عشق، هواپیمای آزادی، حخا، سرلشکر خربان مهدی روحانی، گروه عقاب، که اصلا شما این آدم رو نگاه کنید خندش میگیری آدم. این بنده خدا سر پیری نمیدونه کجا شروع میکنه حرف زدن، از من بدتر نمیدونه کجا تموم میکنه. بعد میگه حالا لحظه ای که ما خواستیم انقلاب کنیم بهتون گفتیم، شما وقتی اومدین بیرون هیچ کی جلو شما رو نمیگیره. به این آقا یکی بگه آقا شما چند ساله اینجا هستی؟ بیار به من نشون بده 20 نفر از دوستای همسن و سالت که اینجا بگن با تو موافقم. تو این کتاب درسی از تاریخ معاصر بخونید، این آقای روحانی یکی از افتخارات زندگیش اینه که وقتی تو باشگاه چیز بوده، مال نیرو هوایی و اینا بوده، یه آمریکایی بهش تیپ داده. اگر ما همت داشتیم، یه جایی داشتیم، آقای عزیزی که میگی تلویزیون مردم مال جمهوری اسلامیه، که میتونستیم تیمسار آریان پور رو بیاریم و از این کتابش که درسی از تاریخ معاصر هست ما هم درس بگیریم، امروز میفهمیدیم که یه آدم واقعا میشه گفت عقب افتاده، این آقای سرلشکری که 30 سال رفته بود، حالا تازه یادش افتاده یه سالیه که میخواد ایران نجات بده. یه آدمی که افتخارش این باشه که وقتی اومدن با شاه توی باشگاه نیرو هوایی، فلان آمریکایی به من مثلا 800 تومن داد، گفت باقیشو نگه دار، شما میدونید اونایی که تو آمریکا هستن keep the change. اینه دوست عزیز. برگردم با صحبتی که آقای اول، این دوست به نظر میاد باهایی باشه دیگه، چون وقت صحبت کردن میگه ما اگر بیانیه میدیم، شرکت های NGO گفتن، NGO میشه non government organization، یعنی شرکت هایی که یا سازمان هایی که وابستگی به هیچ دولتی ندارن و NGO ها خیلی فعال هستن توی دنیا. متاسفانه ایرانی ها توی این قسمت هم باز عقب هستن. بله با آقای بهبهانی صحبت میکردم و اینها، سوال داشتم راجع به یه دوتا برنامه مثل ویدیو اینها، بعد گفتم آقا من راجع به راهپیمایی گفتم و از شما میپرسم حالا که با هم صحبت میکنیم چی شد؟ شما خب شروع کردی، فکر خوبی بود، به جایی که بریم وایت هاوس بگین آقا اینا رو بنداز پایین ما میخوایم بشیم، گفتی آقا ماجرا اونجا نیست، ماجرا بیان جلو دفتر حفاظت. و سال اول به قول خودتون 5 تا اومدن، سال دوم 20 تا شد، سال سوم شد 300-400 تا. چی شد که الان امسال دوباره میگید 20 تا 30 تا شد؟ گفت آره وقتی من دیدم 5 تا اومدن و سال بعد 20 تا اومدن، اومدم تو برنامه‌هام اعلام کردم که آقا خانم شما بیاین، اینایی که میگن هیچ پرچمی نیارین، بعد صبح اون روز میرن عکس اونو میارن، پرچم اونو میارن، این دفعه بذاریم ما این تریک اونها رو، این به اصطلاح چلک اونها رو ما منتفی کنیم.
این دفعه هر کسی هر پرچمی میخواد بیاره بیاره، هر عکسی میخواد بیاره بیاره. شما حتی عکس پدر بزرگ تم اگه فوت کرده برده بیا، آمریکایی که نمیدونه چیه، ولی تو اومدی اونجا یه عکسی هم بالای سرت. برو عکس پرچم دزدان دریایی رو بیار، به من مربوط نیست، عکس پرچم فلان بیا بیا. گفت آقا اینه که گفتیم عجب خوب شد 300-400 نفر. اولا ببین عجب خوب شد 300-400 نفر توی واشنگتن انقلاب 22 بهمن فلان اینا اومدن. حالا روزنامه گفته نوشته، رادیو گفته، تلویزیون گفته، به همدیگه گفتن، اینا 300 نفر جمع شدن. خیلی خوبه ها، 300 ایرانی شما نمیدونی جمع شد. گفتم خب سال دیگه بیشتر شد. گفت نه آقا، همون موقع چیزمون که تموم شد راهپیمایی و تظاهرات، خب معمولا اینجوری مثلا میگن 4 بعد از ظهر تا 6 یا میگن 6 بعد از ظهر تا 8، بعد 8 دیگه راه میافتن میرن یه جایی قهوه میخورن، نوشابه میخورن، میرن ماشینشون پیدا میکنن، سوار میشن برمیگردن. گفت آقا از اونجا که راه افتادن اینا شروع شد به بحث و گفتگو بین این که مثلا پرچم رجوی رو آورده، اون یکی عکس رضا پهلوی رو آورده. گفت آقا اینا دعواشون شد با هم. حالا اینی که شما میگی دوست عزیز ما هستیم، گروه هسته یادتونه، این آقای فروتن، این بنده خودم افتاد توی جریانات این ویلا روزای کامپیوتر با کامپیوتر میمد یه چیزای درس میداد، کارش هم بد نبود، قشنگ بود. افتاد توی جریانات، دیدین هی بیاد تلویزیون بشینه گریه کنه، من به جون مادرم اینجوری کردم، به جون پدرم اینجوری کردم. بعد گروه هسته رو تشکیل بدن، بعد اون بیاد بگه پولا رو این دزدید برد، این بیاد بگه پولا رو اون دزدید برد. بعد بزرگترین کاری که انجام دادن این بود که به ایرانی ها گفتن چراغاتونو خاموش کنی. ای بابا، ایرانی که هر روز چراغش خاموشه، دولت برق نداره بهشون بده، چراغاتونو خاموش کنی. این آقای سرلشکر خربان مهدی روحانی میدونید به مردم گفته چی؟ گفته امروز نرید بانک، فردا برید بانک. خب ندارن برنامه. تازه میگه به هیچ کم، میگه به ما تماس نگیرین، ما این برنامه ها رو ریختیم، با دوستان خارجی صحبت کردیم، همه برنامه ها درست انجام شده و درست انجام میشه. اصلا یعنی به اونای دیگه میگه که شما توی برنامه هم دخالت نکن، فقط مثل بز دنبال من را بیفت، هر جا بهت گفتم بگو برو برونجا. خب اینه. اون وقت دوست عزیزی من پیغام میذاره بهتر نیست شما هم جز اوزا ما هستیم بشیم، هم اوزا باید بشوگم. نه قربون، و اگه میخوای بشی بله ما هستیم، ما نزدیکتر هم هستیم. یا یکی دیگه میگه که رو تمام در دیوارهای تهران و ایران نوشتن رنگارنگ، یکی دیگه میگه نه نوشتن ما هستیم. خب حالا شما بخونش ما هستیم رنگارنگ، یعنی یه مشتی آدم یه همجور رنگارنگ هیچی. ولی اونی که اون موقع برنامه میریخ از نمیدونم نجف، از عراق، از فلان، از بیسار، اونا بهترین سازمانو داشتن. چجوری بهترین سازمانو داشتن؟ تو هر تو هر محل شما برین یه مسجد هست. اینا از مسجدها شروع کرد، از مدرسه ها شروع کرد، پادگانه ارتشی. ما صبح میرفتیم اونجا دو تا شبنامه اومده بود تو پادگان هوابرد شیراز که مأمور حکومت نظامی بود توی شیراز. حالا آقای سرلشکر زنگ میگه که من خیلی هم به هم زنگ زدن، خیلی هم فکس دارم و همه آماده هستن. بله همه حاضرن جز باقی. یکی از این آقای سرلشکر سوال کنه شما بچه هم داری؟ بچه هات کجا هستن؟ چه کار میکنن؟ حاضرن اینا هم بیان یه قدم؟ این برمیگردیم به اون صحبتی که اون خانم کرد، گفت که تا این رژیم اونجاست هیچ که بر نمیگرده. و من گفتم نه، اونایی که برنامه گذاشتن برگشتن. درسته که شاه رفته بود، ولی اینا از اینجا پافشاری کردن، گفتن تا شاه نره ما نمیان. یعنی شاه رو مجبور کردن که آمریکا بگه آقا دستپار جمع کن برو. این ماجراست عزیز من. حالا شما من دوشنبه ها تاریخ درس بدم، شش شنبه ها که جمعه می شش شنبه دیگه، دوشنبه، چهارشنبه، شش شنبه ها بیام مثلا جوک بگم، این که مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکل ما اینه که ببینیم آقای اسدی که میگه ازدیاد جمعیت، بعد یه سربی بهش بگه آقا من که بلد نیستم، من سوادشو ندارم، شما بیا 10 دقیقه ربع ساعت یه نوار درست کن بفرست برای من، من میذارمش تو تلویزیون. اینقدر میذارم، میدونم فوشاشم به من میدن، ولی مردم فکر میکنن. طرف میگه آقا من چرا 3 تا بچه داشته باشم که به دیپلم نرسن، مثلا 2 تا داشته باشم یکیش بتونه بره دانشگاه. ما اینو میگیم به هر کدومشون میگیم، میگن بله ولی البته خب میدونید، البته میدونم، البته همتون وقتتون طلاست،
جز وقت من. وقت من آفتاب مسیح هم نیست. میگم اون دوست دانشمندمون قرار شد برنامه بذاره، وقتی میگیم قهر میکنن نیستنشون، نمیدونم یکی گفته من زیاد حرف میزنم دیگه زنگ نمیزنم. خب شما که به یه تلفن یه نفر قهر میکنی، شما میخوای 70 میلیون درس بدی؟ پس اونجاست که باید بیای بگی بابا این سوربی دمش گرم 10 ساله. اون یکی بهش گفت مجاهدی، اون یکی گفت سلطنت طلبی، اون یکی گفت رئیس چی میگن جمهوری اسلامیه، ولی وایستاده و حرف خودشو میزنه، میگه من همینم که هستم، به هیچ حزب و هیچ دسته و گروه و مصری وابستگی ندارم، ولی به رضا پهلوی میگم آقا شاه هستی یا نیست، به خمینی میگم آقا تو دروغ گفتی 30 سال پیش اینو گفتی هیچ کدومش عمل نکردی، به احمدی نژاد میگم برو ویدیوهات بیا ببین چی گفتی تو انتخابات و چه کردی. چیزی که هست اونی که با من مخالفه فقط اونجا رو میبینه که من به رضا پهلوی میگم آقا شاه هستی یا نیستی، میگه این جمهوری اسلامی ها. با آقای بهبانی صحبت میکردم میگم آقای بهبانی میدونی تو شهر میگفتن شما مأمور جمهوری اسلامی هستی، برای که اون آقایی که اومده دست اندر کار بوده باهات شریک بوده مغازه زده میگن اون آقا با جمهوری اسلامیه. خندید گفت اون با جمهوری اسلامی، گفتم ببین همینقدر مسخره است. آخه من نمیدونم اگه جمهوری اسلامی به من پول میده تلویزیون بزنم، با آقای بهبانی پول میده مغازه بزنم، نمیدونم بعد وقت بهتون میگه بیا به ساعت 10 دلار بشین حرف بزن، خب اینکه جمهوری خوبیه، این همه مأمور داره، شما هر کی خوشش نمیاد تو این ورور میگی مأمور جمهوری اسلامیه، این همه مأمور داره. به گفته شما اگه این همه مأمور داره پس این مأمورا پول میگیرن، خب اگه اینقدر پول میده جمهوری خوبیه، چه دردمونه؟ بشینیم قشنگ برای خودمون بسازیم. چه کار کردیم؟ من شما رو کردم مجانی نوکر اونا، گفتم این فلانی مأمور جمهوری اسلامیه، شما منو مجانی کردی مأمور جمهوری اسلامی. یادتون میاد تو دوره شاه همه تا حرف زدن هیچ نگی یاد این ساواکیه، یعنی ما تعداد کارمندان ساواک رو کرده بودیم 10 برابر. مجانی برای شاه یه سیستم ترس و خفقانی برای خودمون درست کرده بودیم که عین این ماجرایی که امامزاده میسازن پول میزنن توش میگن نظرمون ادا کن، ما همین کار میکنیم، یه بوتی میسازیم بزرگ میکنیم و اسم میترسیم. ما همین کار کردیم با خمینی، با شاه همین کار کردیم بزرگش کردیم بعد ترسیدیم، با خمینی همین کاری کردیم بزرگش کردیم حالا داریم میترسیم. خب یه شعری دارم، شعر مجنون و لیلی، شعر کامپیوتریه. بریم من مثلا بحثای امروز به غیر از اون تیترای خبر، دوست عزیز شیرازی اون تیترای خبر رو این پسر جوان زحمت میکشه مردم ریپورت، من برای که حق این رو ادا کرده باشم این تیترا رو میخونم که شما برین سر بزنی کجاش اشکال داره. یه تلویزیون مردم یه 5 دقیقه برنامهش 10 دقیقه برنامهش تیتر خبرها باشه، بعدم بیاد بگه آقا من هیچی بلد نیستم، من اومدم امروز راجع به لیلی و مجنون صحبت کنم. ولی شما بیا زنگ بزن نوار این خانم هم میذارم که میگه آقا چرا باهایی ها اینقدر بهشون میرسن، این آقای باهایی بیاد جواب بده کجای این اشکال داره که شما میخوای من عوض کنی. چرا خودت نمیای یه برنامه بذاری اونجوری که شما میخوای که ما ببینیم روی اینترنت وقتی سوربی برنامه داره 4 نفر میان، وقتی این آقا برنامه میذاره 4000 نفر میان. بعد بگیم آقا یه چیزی ای خود. زبان مادری حق مسلم در آموزش پرورش، این رو آقای رنجبرم قبلا در مورد صحبت کرده و فلسفه خوبی داره. دوست عزیز سوربی هستم تلویزیون مردم بفرمایید. بله دوستان لطف کنید دوباره زنگ بزنید، من عذر میخوام این 3 تا زنگ بزنه من نبینم اینجا یا رو صفحه کامپیوتر نبینم میره روی پیامگیر و از این بابت ازتون پوزش میخوام، باور کنید عمدی نیست، سهویه، سهوان اینجوری میشه. ممنونم باز از یکی از دوستان عزیز شیرازی به من گفت کاکو جون یورش غلطه یورش درسته. من اجر یه مام و یه ماهم رو اون روزی که این به من میگه آقا یورش غلطه یورش درسته من گرفتم رفتم دوستان. من به این ساعته که اینجوری نشون شما بدم میسازم، ولی حاضر نیستم زیر بار منت یکی برم بهم بگه اینجوری کن اینجوری کن. دوست عزیز سوربی هستم تلویزیون مردم بفرمایید. سلام آقای سوربی، خسته نباشید. سلام، احوال شما؟ زنگ زدم خیلی تشکر کنم از برنامه‌تون، هم
خیلی جالب، یعنی جدی، یعنی حرفی که از دل برمیاد و بر دل برمیشینه، هم کلی ما خندیدیم. خیلی ممنون، یه دلاری یادتون نره. درست کردی. خیلی ممنون. خیلی ممنون عالیه. من ممنونم از تماست. خواهش میکنم. خدا نگهدار. آخر هفته خوبی داشته باش. خب یه خانمی مثل این بیننده عزیز نگاه میکنه، بارها هم زنگ زده گفته این چیزایی که شما میگین من باهاش در تماس بودم، برام اتفاق افتاده و اصلا خودم شاهد همین قضایایی که شما میگی هستم. آقا این چیزی که دکتر اسدی میگه کدوم یک از شما باور نداری که ماها درو و درنگ هستیم؟ کدومتون باور نداری؟ برید تو آینه، به من زنگ نزنید، برید تو آینه وایستید نگاه کنید بگید من درو درنگ نیستم. وقتی این رو گفتی بیا تلفن بزن به من بگو سوربی من اسمم اینه، درو درنگ نیستم. اون وقت ببین دوستات چه کارت میکنه، اون وقت دوستات که میشناسنت ببین چه کارت میکنه. میگن آه برو خودتو بردی که، ما تا امروز نمیخواستیم به کسی دیگه بگیم که چقدر دروغ گفتی، چقدر گفتی میام نیومدی، چقدر گفتی کمک میکنم نکردی، چقدر گفتی من اینم نیستی. آقا ما ایرانی ها توی جلسه که میشینیم هممون میگیم ما از لحاظ پول ماشاءالله اصلا دیگه من بازنشستم دیگه احتیاج پول ندارم. حالا همون موقع یکی بیاد بگه آقا بیرون یه نفر افتاده زمین سر شکسته، یه 50 دلاری میخوایم که بریم سر اینو پانسمان کنیم. همه میگیم میدونی من که ورشکست کردم، الان بازنشست بودا، الان وضعش انقدر خوب بود که بازنشست بود، 50 دلاری که احتیاج پیدا شد ورشکست شد. بابا اینا که فلسطینی نیستن، از کره مریخ هم نیومدن، منم تو نیستی میدونم، ولی برو توی آینه ببین تو نیستی. این درد ماست. حالا شما برای من ورد بنویس چشم، منم از برنامه دیگه اصلا. آقا تو نمیدونی من اینجا با چه مکافاتی روبرو هستم. دیروز آقای بیوانی داشتیم 10 دقیقه ما تلفنی صحبت کردیم، 3 باری کامپیوتر وایسا، هی گفتم وایس من این دوباره راه بندازم برگردم، باید برم نگاه کنم ببینم تو چه فیلمی بوده، توی مثلا قسمت آگهی مردم بوده برگردم اونجا، توی آگهی بهایا بوده برگردم دوباره اونجا نشون بدم. نمیخوام این مشکلاتو بزرگ کنم، ولی شما چون خبر نداری، آگاه نیستی، میگه آقا کاری نداره که ساعت 15 و 12 دقیقه بنویس این رو پخش میکنیم. آقا سی ان ان اینا شما این روزا نگاه کنیم ببین چه گندی شده، داره تبلیغ میگه یه دفعه وسطش قطع میشه میپره روی یکی. چند بار ببینید تا حالا میکروفوناشون باز بوده صداشون اومده تو اون، که از جمله یکیش اون مال آقای جسی جکسون بود که راجع به چیز داشت صحبت میکرد. کدومتون برای یه برنامه تلویزیونی آمریکایی به خودتون اجازه میدین که من نمیخوام بگم من چارلی روزم، من نمیخوام بگم من لری کینگم، من نمیخوام بگم من بیل اورایلی ام. کدومتون به خودتون اجازه میدین که به طرف بگید آقا شما اگر میمدی به جای تاریخ صحبت میکردی بهتر از این بود که امروز اومدی راجع به سینه بزرگ فلان زن صحبت کردی؟ چرا؟ برای که اون به شما اجازه نداده. ولی من اشتباه کردم، من اومدم همینجوری خودمونی آقا به نظر شما چیکار کنیم، شما هم دیگه مگه ول میکنی؟ آقا فردا زیر ابروتو وردار، این وسطش هم اینجوری کن، دو شاخه کن. بعد آقا یکی من میگه که از همین دوستایی که برنامه تلویزیون داره میگه که این دوربین تو ببر بالا که این سوراخ‌های دماغت کمتر پیدا بشه. گفتم خدا پدر تو رو بیامرزه که فقط سوراخ دماغمو دیدی. حالا من اگه این دوربین رو بردم بالا هزار تا سوراخ دیگه هم پیدا میشه، بعدا ممکنه دوستان زنگ بزنن برو آقا این سوراخ رو جراحی کن کوچیک‌تر بشه، اون یکی بزرگتر کن. گفتم تو خبر نداری، من دارم از روی این پایین میخونم، اگه این دوربین رو اونجایی که قانون میگه ببرم هی باید اینجوری کنم، هی اینجوری کنم، هی اینجوری کنم، هی اینجوری کنم. تازه این وسط ما مشکل این تابلو یه دلاری هم داریم، مشکل یکی و دوتا نیست، ولی یکی زنگ نمیزنه بگه آقا من 3 تا کامپیوتر کهنه دارم، میخوام اون کامپیوتری که 2 ماه کار نکرده بفرستم برای تلویزیون مردم که شما بتونی با اون شماره تلفن بزن روی برنامه. اینه بابا، طرف آمریکایی میمیره میبینی همه ثروتشو داده به یه یتیم خونه، نمیدونم یه جایی که 4 تا آدم یتیم، بچه یتیم بزرگ بشن. تازه توی زندگی ما چه کار کردیم؟
ما همون اوقافی هم که بود درست نبود، سازمان اوقافی هم که بود طرف اوقاف میکرد چیکار میکردن؟ نصف بیشترش خود خود کارمندای اوقاف و اینا میبردن حیف و میل میکردن، یا میدادن به کسایی که اصلا احتیاج نداشتن. زمین و طرف وقف کرده بود که مثلا بشه مسجد، بشه بیمارستان، بشه مدرسه، میدیدی دادن به فلانی کرده چه گاوداری، به کی دادن که اصلا احتیاج نداره. درست میگه آقای محمد تقی مصلحی، کار ما از بیخ و بن خرابه. بله، ساعت 3:39 است، بریم شعر مجنون و لیلی رو بخونیم. و این کامپیوتر حتما شما هم همین مشکل رو دارید و دوستان رو میبینید که دیگه دوستی ها یه مقداری لق و تق شده، به خاطر اینکه شما فکر میکنید مثلا من 3 تا ایمیل فرستادم برای آقای بهبانی، آقای بهبانی هم لطف کرده برای من 3 تا ایمیل فرستاده، میگم خب ما با هم صحبت کردیم، ولی صحبت نیست، اون حالت رو در رو بودن و اون احساس رو نداره، عوض شده، احساسات معمولی تبدیل شده به احساسات کامپیوتر. مجنون و لیلی. گله می کرد ز مجنون لیلی، که شده رابطه من ایمیلی. حیف از آن رابطه انسانی، که چنین شد که خودت می دانی. عشق وقتی بشود دات کامی، حاصلش نیست به جز ناکامی. نازنین خورده مگر نازنین خورده مگر گرگ تو را، برده یا دات نت و دات ارگ تو را. میدونی که اینا دات نت داریم، دات ارگ داریم، دات گاو داریم. بهرت میل زدم پیش ترک، جای سبجکت نوشتم به درک. سبجکت همون جایی که مینیسیم موضوع، مثلا من برای آقای بهبانی که میفرستم مینیسم خویی، یا آقای اسماعیل خویی، اون تو موضوع مینیسم. بهرت ایمیل زدم پیش ترک، جای سبجکت نوشتم به درک. به درک گر دل من غمگین است، به درک گر غم من سنگین است. به درک رابطه گر خورده ترک، قطع آن هم به جهنم. به درک آنقدر دل خور از این ایمیلم، که به این رابطه هم بیمیلم. مرگ لیلی نتو مترا، مرگ لیلی نتو مترا ول کن، همه را جای اوکی کنسل کن. آف کن کامپیوتر را جانم، یار من باش و ببین من آنم. من آنم به غیر از این که یعنی من همونم، آنش رو یعنی روشن نوشته، او ان نوشته. اگرت حرفی و پیغامی هست، روی کاغذ بنویسش باده است. نامه یک حالت دیگر دارد، خط تو لطف مکرر دارد. خسته از فانت و ز فرمت شدم، دلخور از گردلی عد شدم. این علاوته هست، دو وقتی شیفت میزنین اون بالا مثلا مینسی سوربی عد، گفته دلخوری از گردلی عد شدم. کرد ریپلای به لیلی مجنون، ریپلای همونجا میزنی، شما دکمه ریپلای رو میزنی یعنی جواب، که دلم هست از این سابجکت خون. باشه فردا تلفن خواهم کرد، هر چی گفتی که بکن خواهم کرد. زودتر پیش تو خواهم آمد، هی مرتب به تو سر خواهم زد. راست گفتی تو عزیزم لیلی، دیگر از من نرسد ایمیلی. نامه پست نمودم بهرت، به امیدی که سر آید قهرت. دوستان شما هم به ایمیل کفایت نکنید، به دوستانتون زنگ بزنید، صحبت کنید، گاهی وقتی حتی برید ببینیدشون. حالا باز صد رحمت به تلفن، این ایمیل و اینا که دیگه حالا هی شورت نویسی هم میکنیم، مختصر و مختصرش میکنیم و معلوم نیست چی مینویسیم چی نمینویسیم. همین امروز من با یکی داشتم ایمیل میزدم و بهش گفته بودم این دو تا کارو اگه بشه انجام بدیم، ضمناً من یه شنبه مثلا شما رو میبینم. بعد اون نوشته بود که چه ساعتی، من نوشتم چه ساعتی، هر وقت خب دلت خواست این کار انجام بده. در حالی که بنده خدا منظورش این بود که یک شنبه چه ساعتی، تو که قراره بیای اینجا. بعد که برام فرستاد که آقا من میگم یک شنبه چه ساعتی، نوشتم اوپس. این آمریکایی‌ها وقتی یک کار خرابکاری میکنن میگن اوپس اینجوری. در اصل خیلی ماجرا زیاده دوست عزیز، نه لازم هست من تاریخ بگم که زندیه چجوری تو شیراز اومدن، نه لازم هست من جغرافی بگم. هر روز ما
یه تاریخ 700 صفحه‌ایه که من از صبح که بلند میشم با ماجراهایی که اتفاق میفته میتونم برات ماها درباره اون ماجرا صحبت کنم. اگر شما میگی این آقا خیلی نق میزنه و شما اینجوری نیستی، حتما آدمای دوربرید بهتر از منم، و الا میبینی که دوستان زنگ میزنن، همین دلخوریایی که من دارم اونا هم دارن، ولی تا امروز فرصتی پیش نیومده، تلویزیون نبوده که تا زنگ میزنن جوابشون بده که بیاد بگه. این خانمه میگه من دارم میخندم. من میدونم اگه ازش سوال کنی میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. به تابلو من که نمیخنده، من این چیزی که دارم. به این ساعت من که نمیخنده، من این چیزی که دارم. کیا ندادن ساعت بذاریم؟ کیا ندادن تابلو بذاریم؟ شما ندادین، شما کمک نکردین، شما نایمدین برنامه بذاریم، به من چه؟ تازه حالا میخوای من دو روز در چیزم که میام بعدشم برم یه برنامه در حد CNN و فاکس و اینا برای شما بیارم که به شما بر نخوره، که وقتی میخوای یه تلویزیون ایرانی رو نگاه کنی در شأن و مقامت باشه. ولی شرمندتم نمیتونم. شما باید اگه میری توی دهی یه فروشگاهی میبینی بغل خونش یه سوراخی باز کرده، از توی اخچال خونه خودش به شما کوکاکولا میفروشه، حالا دیگه اگه 4 تا پشه هم اونجا هست، شما کوکاکولا رو بخور و پولت 1 تومن رو بده برو، دیگه ایراد پشه رو نگی. او جو که میگه آقا یک قرون دادی، حالا میخوای جمیله توش برقصه؟ طرف یک قرون داد و چایی که آوردن توش مگس بود، گاوا توش مگسه، گاوا یک قرون دادی چایی میخوای جمیله توش برقصه؟ حالا شما هم قربونت برم، این تلویزیونی که خب قربونش برم، تلویزیون جمهوری اسلامیه، ولی من خاک تو سر اون جمهوری اسلامی که تلویزیونش این باشه، میکروفونش این باشه، گویندش من باشه. برنامه‌های تلویزیون ایرانی‌ها رو نگاه کنیم از جمهوری اسلامی، ببینید چه جوانایی یکی پس از دیگری قبرا. وقت من پیزوری بیام اینجا، تازه یکی ایمیل بزنه، شما باید اول ببینید این که میخواد زنگ بزنه سواد داره یا نداره، بری بررسی کنی ببینی آقا من نوکرتم اصلا. بله، نامه مسعود کردپور به ریاست قوه قضایی، این از طرف جامعه حقوق بشر اومده که دوستان اینو توی خونش گرفتن و بردن و بعدم حالا فرستادنش این ورانور. این آقای کردپور نامه نوشته و این خبرهایی هست که من خوشحالم مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اینا رو سریع میفرسته این ورانور. مثلا امروز جمعه دوم اسفنده و اینا جمعه دوم اسفند ساعت 10 شب به وقت ایران اینا این خبر رو فرستادن بیرون. ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله شاهرودی با عرض سلام احتراما به استعزام میرساند که این جناب مسعود کردپور دبیر آموز پرورش روزنامه نگار در تاریخ 27/5/87 در منزل شخصی در شهرستان بوکان یا یوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ 31/6/87 به اتهام انتقاد از سیاست‌های دولت توسط شعبه اول دادگاه، بله مال مهاباد و اینجا بوده، و این طرف میگه آقا توی برنامه بهایا براتون میذارم، میگه آقا 7 نفر رو که مسئول سازماندهی بهایا هستن که اگه کسی میخواد ازدواج کنه، کسی میمیره، فلان بیسار، سازمانه اومدن گرفتن بردن، یه روز دادگاه میگه که جرمشون اینه، فردا اون امام جمعه میگه جرمشون اینه. یعنی این اینقدر سیستم اونا خرابه. باز این دوستان بهایی الان برنامه هاشون رو دارن قشنگ به موقع میفرستن، ما هفتهی سعی میکنیم که برنامه ها رو ویدیوهای جدیدتری بفرستیم. دوستان به من نگید چرا بهایی ها نمایش میدی فیلمشون رو، شما هم بفرست بیا. این آقای زاکری بود دیگه تلویزیون اینجا، اینا از اونایی هستن که مخالفای جمهوری اسلامی بودن، اونو آقای هدایتی و اینا خودشون یه سری مثل زندانی های جمهوری اسلامی بودن، با اون آیت الله چی بود چند سال پیش فوت کرد یادم رفته، اینا از اون شعبه هستن. خب اینا بیان برنامه بزنن راجع به اسلام بگن، تا آقا ریکروت کن شیعه ها رو، اون یکی بیاد راجع به سنی ها بگه. من امروز داشتم راجع به صفویان میخوندم،
و اینکه اینا چه قتل عام شیعه کرده از سنی و الا شیعه پراکنده بودن اینا. خب این چیزها رو دوستان هست خودتون برین بخونید. من که میام اینجا مشکلات اینجوری رو با هم صحبت میکنیم که آقا مشکل ما ایرانی ها اینه، توی مهمونی که میریم خونه دوستمون آدامسه اگه تو دهنمونه به طرف نمیگیم لطفا یه دستمال کاغذی رو من بده، خیلی همون میچسبونیمش زیر میز، خیلی هم میچسبونیمش بغل مبل طرف. موقع خوراک که میشه تا واقع خوراک که بشه 20 تا لیوان نصف 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 گذاشتیم رفتیم یه لیوان دیگه برداشتیم، بعد که میخوایم بریم کمک نمیکنیم. همین خانم زنگ زد اون دفعه گفت توی این برنامه، البته خب گفت این دوستان سن سالشون بالاست ولی بازم این عضو موجه نیست. من با دو تا از دوستان قرار داشتم توی لامادلین، یه رستورانی خب خیلی معمولیه، شما خودت میری اوردر میدی خودت میری میشینی، جای خوبی. وقتی قهوه‌مون رو خوردیم به طرف گفتم تا اونجایی که من یادمه اینجا قبلا این بشقاب و اینا رو خودت نمیبردی، میذاشتی اینجا. یعنی انقدر برای ما عادت شده که بشقاب و سینی و ظرفمون رو ببریم که یه جایی که نمیخواد ببریم ما کزیم، ناراحتیم. ولی تو ایران خب از قدیم نبود، حالا هم تا بخوای بهتون نشون دادم اون دانشجوها توی سمنان میخواستن تظاهر کنن برای طرفداری از غزه. آقا طرفداری غزه رو ول کن، شما این چمنا رو ببین گند زدی، هر چی چلو کباب خوردین قوطیاش اونجاست، لیوانای دوغتون و سطل آشغالا اون بغل خالیه، لیوانا همه ریخته رو زمین. خب اینو اگه من بگم یه دوستی بگه آقا منم میفهمم شما چی میگی، این کجاش اشکال داره تا اینکه من بیام ساعت 14 به وقت چیز فقط راجع به تاریخ صحبت کنم. دوست عزیز سوربی هستم، بفرمایید. الو بفرمایید جانم. آشوبه پروگرام لایو؟ بله قربان. شما صدای کامپیوتر رو گوش نکن، یه چند ثانیه‌ای با ما اختلاف داری. آها، حالا هر چی شما بگی مردم میشنون بنده هم میشنون، بفرمایید. بله نه میخواستم اینو بگم که فردا 23 فوریه جهانی زبان مادریه. بله روز جهانی زبان مادری رو به تمام مخصوصا به ترکهای آذربایجان که زبان مادری نداره مثلا تبریک میکنم. بله خیلی ممنونم، من در این مورد حتما صحبت میکنم. آره یک کمی در باره زبان مادر، مخصوصا زبان مادر و ملت های ایران ترک و عرب و عدم و چشم. آقا به دوستان همزبانتون بگین بیان توی تلویزیون مردم برنامه بگیرن، برنامه های ترکی. من اولین کسی هستم که توی منطقه واشنگتن به ترکا برنامه دادم سال 2003، برین بپرسین ازشون. من اولین کسی ممنونم. اورگانایزیشن خودم شاید هر روز یک ساعت چیز برای موسیقی آذربایجانی از برنامه شما از من ازتون تشکر میکنم. من همین الانم بدونی که دوستان چی باشن برنامه کردی میذارم، موزیک ترکی میذارم و خوشحال میشم که شماها بیاین و این تلویزیون مردم رو واقعا همون جوری که مردم ایران متفاوت و زبانهای مختلف اونجوری باشه. ممنونم عزیزم، خدا نگه دارد باشه. بله این دوستمون گویا از نروژ زنگ زدن، من ازشون ممنونم. ببینید دوستان، برای که بهتون ثابت کنم که ما به قول معروف up to date هستیم، ببینید این اینجا نوشته زبان مادری حق مسلم در آموزش پرورش. اینه که من الان ننوشتم، اینا از دیروز تا حالا دارن ردیف میکنم مینویسن. آقای رنجبر توی یکی از مقالاتش نوشته بود و صحبت هم که میکردیم، ایشون که دکترای علوم اجتماعی داره و اینها، باورش اینه که بچه‌ها تا 5 سالگی یا 6 سالگی باید زبان مادریشون رو صحبت کنن که بتونن کامیونیکیشن داشته باشن، بتونن ارتباط برقرار کنن. بعد مدرسه که میرن اون موقع باز هم میگه این دو زبان باید مثلا اون ترکی بخونه و فارسی، فارسه فارسی بخونه و انگلیسی اینجوری. و این اشکال ما، اگه امروز یکی مثل آقای رنجبر بیاد صحبت کنه
اون حرفی که اون میزنه فرق میکنه با حرفی که من میزنم، ولی نمیاد. من که قدرت اسلحه و توپ و تفنگ ندارم برم اینا رو بیارم اینجا. چرا نمیاد؟ از شما دوستان سرخورده شدن. چرا سرخورده شدن؟ برای که روزی 10 دقیقه ایشون زنگ میزد، یه مطلبی رو میگفت، دوستان زنگ زدن که آقا چرا فلانی زیاد زنگ میزنه و ما نمیتونیم بیان تو برنامه. منم به این دوستان گفتم خب اینا حقم دارن، چون عادت کردن این برنامه سربی با مردم، اصلا اسمش سربی با مردمه، اینجوری میگن. ولی خب بهشون برخورده، میگن خب من اگه اینجوری نمیام. مشکل یکی و دوتا نیست دوستان. بله، صفویان و هویت ایرانی تو این هست، زبان مادری حق مسلم در آموزش و پرورش. این رو من سعی میکنم تا دوشنبه مطلبی رو در موردش پیدا کنم، در اون مورد صحبت کنیم. شما هم تو این چند دقیقه‌ای که مونده زنگ بزنید، شمایی که لور هستی، شمایی که کرد هستی، شمایی که عرب زبان خوزستان هستی، شمایی که من زبانهای دیگری الان نمیدونم بلوچ هستی، خب بیا صحبت کن، ببین به نظر شما باید چجوری باشه. شما نظرتو بگو که من فارس که هیچی بلد نیستم. ما شدیم مثل آمریکایی‌ها هست، میگن همه انگلیسی یاد بگیرن برای که من تنبلم. ما فارس هم اینجوری شدیم، میگین همه فارسی صحبت کنین چون من تنبلم. ولی من دوستامو میبینم که آقا 3 تا 4 تا زبون محلی ایرانی رو بلده، و شما میدونی این چه سرعتی باید مغزش داشته باشه که بتونه فارسی، ترکی، بعد مثلا فرانسه درس خونده، فرانسوی، الان اومده آمریکا داره کار میکنه، انگلیسی، آمریکایی، اینا رو تا هر کی بهش حرف میزنه با اون زبونه بهش جواب بده. خب معلومه که مغز این بهتر از منه، ولی چه فایده؟ مغز اون $200 میارزه، مغز من $5,000، چون من ازش استفاده نکردم نو، ولی مغز اون شده دست دوم. رئیس جمهور عراق با پیام اوباما راهی تهران خواهد شد. سفر رفسنجانی به عراق، ایران به اسکیباز آمریکایی ویزا نداد. این جالبه، ادعای گروه سلطنت طلب پارس، خسرو گلسرخی زنده است و در پاریس زندگی میکنند. اجازه بدید من اینو ببینم، همون آقای آرمان نوری هست که توی انگلستان هست. اعلام شد گلسرخی توسط رژیم اعدام گشت، در صورتی که با برنامه ریزی های مشاورین شاه و مزدورانی چون فرع دیبا و ایرج گویگین وی به پاریس تبعید شد و مقدار زیادی مقرری براش تعیین گشت. آخرین خبر، خسرو گلسرخی ملاقاتی با مریم اتحادیه در یکی از کافه‌های پاریس داشت. نقل قول از اتحادیه، همکنون مریم اتحادیه برای دیدن از مادر بیمارش در ایران به سر می‌برد. خب اینم جالبه، بذارید اگه بعد خبری شد با اون دوستان در تماس باشیم. مثلا این سازمان پارس، اینا انگلستانه، موقعی که $200 $300 بود برنامه تلویزیونی، اینا زنگ می‌زدن التماس می‌کردن برنامه می‌گرفتن. ولی حالا که $10 $25 میگن، حالا ما که بودجه نداریم، بعدم باید با اون سازمان های دیگه صحبت کنیم. آقا هر کسی یه بهانه ای داره دیگه، ما هم از شنیدن بهانه خسته شدیم. آقا طرف کنسرت داره، میگی بیا عدتو بذارم، میگه این تلویزیون به کی وابسته است؟ میگم والا من به هیچ کی وابسته نیستم. آمریکایی‌ها میگن هنگینگ ده، یعنی ما همینجور آویزون هستیم. ما آویزون هستیم ولی وابسته کسی نیست. به چی آویزون هستیم؟ به این زندگی دی تو دی. آقا شما میخواید تبلیغ کنسرت تو بذاری، چه فرقی میکنه که سلف سلطنت طلب باشه یا طرف جمهوری اسلامی باشه یا بیدین باشه مثل بنده یا بهایی باشه؟ چه فرقی میکنه؟ تازه مقاماشون چیه؟ دکتر، مهندس. حالا شما بشین به من بگو ساعت 2 دوشنبه تاریخ بذار، ساعت 4 چهارشنبه جغرافی بگو. بله، بیشتر خودکشی ها در ایران به جوانان تعلق داره. فرش ایران 4000 سال قدمت بر لبه پرتگاه. خودسوزی یک جانباز مقابل بنیاد شهید تهران منجر به مرگ وی شد. 5 انفجار شدید در حومه خرمشهر. دختران در برخی مناطق ایران ختنه می شوند. می دونی که یکی از چیزهای بعدی که سودان و این ورور داره و چیزهای گروه حقوق بشر دنبالشون هست شدیدن، و این جای تأسفه که توی ایران این اتفاق هنوز داره می افته. دختران در برخی مناطق ایران
ختنه میشوند. دوستان من این سرتیتر رو دارم از مردم ریپورت میخونم، اگه دوستانی هستن به نظرشون بیهوده میاد لطفاً یه چند دقیقه بلنشن برن یه قدمی بزنن برگردن تا ما این کارمون تموم بشه. مثل اینایی هست که میخوان یه حرفی بزنن میگن بچه‌ها رو از اتاق بکنیم بیرون، این دوستانی که حوصله سرتیتر خبر رو ندارن لطفاً برن از اتاق بیرون برگردن بیان. ببخش. بله، منشور کوروش در ایران نمایش داده می شود. 2,200,000 تومان هزینه استفاده مجدد از قبور قبرها. نامه نامزد ایرانی آمریکایی اسکار. این کیه نامزد ایرانی آمریکایی اسکار؟ ببینید ببینید، من مثلا خودم هم که این خبرها رو می خونم برام جالبه. عماد مخبری از پدر مادر آمریکایی ایرانی در آمریکا زاده شده است. زندگی او از آمریکا آغاز در ایران و سوئد ادامه پیدا کرده و مجددا به آمریکا ختم شد. خب اینا فیلم سازی میکنه، خبراش توی مردم ریپورت هست، برید ببینید. خروج گسترده سرمایه‌گذاران موجب توقف 582 میلیارد دلار پروژه ساخت و ساخت و ساز در امارات گردید. صفویان و هویت ایرانی. عکس زاینده رود اصفهان کامل عکس یا عکسی از زاینده رود اصفهان کاملا خوش شد. عبدالله نوری گفته سرنوشت برخی انقلاب ها ساختن دیکتاتوری وحشت است. آیا جمهوری اسلامی دموکراتیک تحقق یافت؟ این آقای عبدالله نوری گفته. ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه میدهد. همسر سخنگوی دولت احمدی نژاد گفته ارزش خاتمی کمتر از آن است که ترور شود. تماس سفرای ایران و آمریکا در افغانستان، این رو خانم هیلری کلینتون هم بهش اشاره کرد. احمدی نژاد خارج از خط ولایت فقیه چیزی وجود ندارد. اینایی که دل بسته بودن با آقای احمدی نژاد، این آقای احمدی نژاد آب پاکی و رو دستتون ریخت. مسئولان فرودگاه دبی از سوار شدن مسافران ایرانی به هواپیمایی که مقصدش بحرین بود جلوگیری کردن. برید عکس کوچکترین پسر آقای خامنه‌ای را ببینید و بگید که این مرد به این سن سالش دیگه این زنگوله تابوت رو برای چی میخواست. پزشکان ایرانی در یک قدمی کشف درمان قطعی بیماری MS. به نظر من این به زبان آمریکایی BSه، چون شما وقتی نرسیدی به یه جایی که نمیدونی در چند قدمیش هستی. اینم از همون ماجرایی که من یادمه آقای فیروز نادری که همشهری ما هم هست، فکر کنم دبیرستان سلطانی هم درس میخونده و اینا، اینو نشریه خود ما اینجا نوشته بود که دانشمندی که در دنیا یکتا ندارد، رقیب ندارد. یادمه توی یک برنامه بود پول جمع میکردن برای زلزله بم، خانم رودی بختیار رو دعوت کردن و دوست خوب ما که تو کارهای رادیو تلویزیونم بود ایشون رو وقتی معرفی کرد گفت رودی بختیار کوین آف سی ان ان. من بهش گفتم آقا اینجا آمریکایی‌ها نشستن، اینا همه فایرفایترهای اینجا هستن، کوین آف سی ان ان آخه گیو اس ا بریک به قول معروف، یکم تخفیف بده. ما چرا بیایم یه کسی رو اینجوری بزرگش کنیم؟ بعدم که دیدین رفت فاکس نیوز، بعدم فاکس نیوز عذرش خواستن، بعد یه مدتی هم شده بود نمیدونم کار میکرد برای خانم هیلری کلینتون که خانم هیلری کلینتون هم به جایی نرسید. الان خبر ندارم خانم رودی بختیار کوین آف سی ان ان کجا هست. ولی دوستان آخه یه کمی به خود، بزرگترین دانشمند دنیا فیروز نادری، دمش گرم، آدم خوبیه، دانشمنده، ولی دیگه یکتا ندارد در دنیا. من بارها گفتم شما تبلیغای ایرانی ها رو نگاه کنین، هممون میگیم فلان فروشگاه در قلب فلان جا. آقا ولمون کن، حالا اون یکی که در کلیش هست بدبخته، در قلب فلان، در مرکز فلان، ول. یا مینیسه تیکت بلیت های ما در فروشگاه های معتبر ایرانی، اونای دیگه که بلیت تو رو نمیفروشن معتبر نیستن. این اعتبار رو تو به اونها دادی؟ اصلا تو کی هستی؟ تو خودت اعتبار داری؟ بعد که میری دنبالش رو نگاه میکنی میبینی مثلا بلیط شده دفعه قبل گذاشته اونجا، رفته یه کاری به سر طرف آورده، طرف گفته آقا من نمیخوام، ورد و برو دیگه، من بلیطم نمیفروشم. بعد مینیسید بلیط در سرا در فروشگاه های معتبر ایرانی. آقا راست میگه آقای خانم، آقای محمد تقی مصلحی،
وقتی که میگه کار از بیخ و بن خرابه، راست میگه. خب اجازه بدید که چون ساعت 4:04 به وقت، ببینید این ساعت ما این ساعت رو یه زمانی من خریدم $7 برای اینجا. بله دوستان، اگر به تریش قباتون بر نخورده با این حرفای من، اگر قبول کردید که سوربی یک کلمه درست میگه، اون پیشنهادی که اون دوستمون کرد، 2 ساعت برنامه دیدی خندیدی، یا 2 ساعت برنامه دیدی لذت بردی، یا 2 ساعت برنامه دیدی ناراحت شدی، اشکالات بهت گفته، $1 برش بذار کنار. ما 12 تا برنامه توی 1 ماه داریم، 3 ماهی که بگذره توی 3 ماه میشه 13 برنامه، اون یکی چون میشه 13، $12 در ماه. اونایی که تو آمریکا زندگی میکنن میدونن $12 تا چند روز پیش پول 3 لیتر 3 گالون بنزین بود، پول 2 تا همبرگره. خب میخواستیم بریم ولی آخرین تلفن رو. دوست عزیز شما حسن ختام برنامه امروز هستید، بفرمایید. خب بهترین حسن ختام، این که دیگه شرمنده نشیم، چون من میدونم بعضی از دوستان وقتی میان بعد حالا بهش میگه آقا بریم، هی میگه خب حالا دارم صحبت میکنم. در اصل دوستان ساعت 4 و 5 دقیقه به وقت غرب شرق آمریکاست، امروز جمعه است، بنده فردا و پس فردا در خدمتتون نخواهم بود، اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر اگه زنده بودم و اگه از ایرانیا هنوز اینقدر دلخور نشده بودم که مثل اونهای دیگه بگم سربی دلا خو کن به تنهایی، که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد، اگر به اونجا نرسیده بودم باز در خدمتتون خواهم بود، اگرم به اونجا رسیده بودم که به درک چیزی از شما کم نمیشه. مگه نگفت توی سابجکت ایمیل نوشتم به درک. دوستان این شعر رو من نگه میدارم تا دوشنبه، شعر لیلی و مجنون، هر کی خواست من براش میفرستم. از یکایک شما عزیزان ممنونم. دوستان عیبای خودمون رو اول بگیریم بعد بریم سراغ دوستان. اگر در یک رشته تخصص نداریم لطفاً به دوستان توصیه نکنید. اگه دکتر نیستید هی نسخه مجانی به این و اون ندید. اگه مکانیک ماشین نیستید هی نگو حالا میخوای به جای آب بنزین بریز تو شاد رادیاتت شسته بشه بعد گرم بشه منفجر بشه، نکنید. این پیشنهادار نکنید. اینقدر آسونه بگید من نمیدونم، متاسفم، من رشتم این نیست. خدا نگهدارتون. چی بگم، روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم. تلویزیون مردم رو لطفاً به دیگران معرفی کنید، مردم tv.com.